ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاست سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې هر یو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. ستاسو په خدمت کې یو البته د افغان پیام تلویزیونی خبرونه له لاس انجلس کالیفورنیا خبریږي په ټوله نړۍ کې. هیله ده چې هر یو خوشاله اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد. باز هم بالای اوضاع جاری افغانستان، البته رویدادهای اخیر افغانستان تحلیل و تفسیر خواهیم داشت و اوضاع جاری افغانستان به بررسی خواهیم گرفت. تا جایی که ما تلویزیون را و اخبار افغانستان تعقیب داشتم، دوستان عزیز، در دو سه روز بیشتر البته اخبار افغانستان مسئله برقی که از کشور دیگه وارد میشه، ترکمنستان، با افغانستان و مفاهمه صورت گرفته و کدام قرار دادیم، یعنی حکومت در 2013 و حکومت ترکمنستان که البته پایه های برق و انرژی از ترکمنستان به افغانستان وصل خواهد شد و از رای سالنگ به کابل و مناطق مرکزی افغانستان و دیگه در مسیر را مناطقی که البته انرژی برق ضرورت دارد به اونا البته روشنی و انرژی برق توزیع خواهد شد و این غوغا را برپا کرده دی چند روز و حتی سرحد از او به دیگه کشورها کشانید و از یخن رئیس جمهور افغانستان که البته به لندن و انگلستان سفر نموده بودند تا با و ایشان یعنی بادارای خود انگلیسا نشستی داشته باشند و راپور کاری که علیه فساد مبارزه می دارند و در نشست مبارزه علیه فساد که البته کشورهای جهان در اونجا جمع شده بودند و کامران صدر اعظم انگلستان به طور تمسخر و شوخی برای ملکه انگلستان در یک محفل البته مخفی صحبت می داشتند، کمره ها البته روشن بود، در اونجا برای او خانم کهنسال ملکه انگلستان میگه که فردا اینجا تجمع است، گردهمایی است و او تجمع برای مبارزه علیه فساد برای حکومت جهانی البته این نشست است. کسانی که در کشورهایشان کرپشن و فساد عام شده یک گرده همایی داریم که راپور از اونا شنیده شد و مبارزه علیه فساد در کشورها ارزیابی بگرده و دو کشوری که در صدر کشورهای یا حکومت فاسد قرار دارن، نایجیریا و افغانستان، هم حضور میرسانن و باز با هم میخندیدن که البته همینطور هم است. دوستان عزیز، هم خود از اونا همی حکومت برقرار می دارن و در زیر ولکه و استعمار و کنترل خود قرار دارن در استخدام خود و بالاخره بالای عمل کردی از اونا، بالای همی اشخاص فاسدی که گماشته شده و اعمالی از اونا فساد است، بالاخره صدر اعظم انگلستان و البته دیگه کشورهایی که اینا را گماشتن میخندن و خرسندی و تمسخر و ساعتیری میدارن و یک حالت مذاق و خنده از درست شده. آقای اشرف غنی در لندن حضور داشتن و بالاخره چند نفری از قوم هزارگی ها بلند شدن، یک دوتا پسر جوان نوبالغ البته قبلا پلان شده علیه رئیس جمهوری که یقینا به اساس مصلحت و دروغ روی کار آمدن و جوان ها اونا رو مخاطب قرار دادن در یک جلسه که البته بالای مسائل جهانی صحبت می شد و بالای مبارزه علیه فساد. بالاخره این جوان های افغان هزاری ما بلند شدن و آقای اشرف غنی رو رویاروی گفتن که دروغگو هستن، فاسد هستن و این و آن الفاظ رکیک خطاب کردن و بالاخره مجلس به هم خورد و این دو جوان هزاری ما را از محفل بیرون کردن، راندن، مگر اونا حرفای خود گفته بودن و محفل هم مختل ساخت و بالاخره همون نطق اشرف غنی را هم به هم زد.
البته ابعاد متعدد میتونه داشته باشه، تحلیل هر کس فرق داره، مگر برداشت خود بنده از این بلند شدن ها و اخلال کردن های یک رئیس جمهور یک کشور البته میتونه توجیهات مختلفی داشته باشه و ارزیابی شوه که چرا یک نفر در برابر یک رئیس جمهور در یک کشور دیگه که دموکراسی صدای آزاد درست، مگر درمون درون خود دموکراسی مسئله کنترل و سکیوریتی و اینا هم بسیار مهم هست و خود ما در امریکا بیشتر حیات ما در اینجا صرف شده و میدانم که دموکراسی، آزادی بیان، آزادی تشبسات اقتصادی از هر لحاظ یک انسان آزاد است، مگر تحت چوکات قانون. حتی ما وقتی مظاهره را بر راه میانداختیم زده اشغال شوروی سابق، در وقتی از او یک هفته دو هفته قبل باید با پلیس منطقه صحبت می شد و از اونا اجازه گرفته می شد، راهپیمایی ها یک لایحه داشت و بالاخره یک کنترول هست در اینجا. یک کسی جرم و تخلف را برای در برابر منافع عامه انجام می تب او بازداشت می شه و او را دستش می گیرن، نمی گذارن که هر چیز آزاد است و هر چیز دلشان شد شما بکنین. اما تو برحال این یخنگیری اشرف غنی البته بجا بوده، یعنی حرفای جوان ما شنیدم که دروغ میگن، راستی یقینا حکومت دروغین دست نشانده و به اشاره دیگه روی کار آمده، مگر ای که چرا یک برادر تاجک و یک برادر پشتون و یک برادر هزاری ما از یک اقوام متنوع افغانستان یکی بلند نشد، صرف هزاره ها بلند شد و یه آدم با باد انتقاد گرفتن و همزمان با همی پروژه که از ترکمنستان برق به افغانستان وصل میشه و اینا میخواین از رای بامیان خط و سیری از او تعیین شود و مسیری از او و از رای سالنگ به افغانستان وصل نشود، اسمی از اون انکشاف متعادل گذاشتن، در حالی که مثلا مطلق تکنیکی است و کسایی که انجینیر هستن و در این راستا میتونن ارزیابی کنن و در اقتصاد هم آسانترین و کوتاهترین و ارزانترین طریق یک تولید و در مفیدیت نهایی یا تولید نهایی و مؤثریت از او بیشتر است و مفاد بیشتر بار میتونه بیاره و در خود همین سیم های برقی که از رای سالنگ وصل میشه به کابل و تقریبا 500 مگابایت برق البته خریده شده از ترکمنستان، یه غوغا را برپا کرده. توجیه ای از دوستان عزیز که تنها مسئله برق و روشنی برق به مناطق مرکزی افغانستان مطرح هم نبوده، بیشتر مسئله زورگویی در اینجا که هر چیز یک بهانه قرار بده و تعداد افراد و اشخاصی که پیروی از اینا هستن اونا را علی در عقب خود نگه داره و گوسفنده واری و زخی از اونا دفاع میشه و یک قدرت نمایی البته در این راستا هدف بوده و راهپیمایی که دیروز یا امروز در کابل صورت گرفت بسیار جالب بود که شهر راه‌ها و عبور و مرور و ترافیک همه را مسدود ساخته بودن و بسیاری مردم اذیت دیدن. همی قوم هزاره بلند شدن و از همه مهمی که در مظاهرات آقای کریم خلیلی رئیس یا وحدت ملی البته همو حزب که اینا دارند و در طول لابلای جنگ های داخلی هم اونا بیشتر هزاره ها را به دم مرگ دادن، آقای محمد محقق و هم یک هزاره و وحدتی و همه تو آقای سرور دانش که البته معاون دوم آقای اشرف غنی هستن و در حقیقت اونمو یگانه معاون هستن که با آقای اشرف غنی در ارگ قرار دارن و اوتو کدگی طرف به شکل تفنن میرن در محافل حضور میرسانن، آقای دوستم معاون اول و هیچ موجود نیست و در همو آرامگاه خود در جوزجان در اونجا سیده و یگان بار برای جمع کردن پول از وزارت دفاع فیشنی و با یک شکل
تفنن و اینا میبره و که گویا ضد طالب و داعش در جنگ قرار داره و اولادای خودم با خود برداشته کمرای تلویزیون و اینا رو دعوت میداره به شکل نمایش و اشتهار. اونا به او ترتیب دوستان عزیز در او طرف هستن و آقای سرور دانش هم در امی تظاهرات و گرد همایی ها و احتجاج و چلنج و اخطار برای حکومت افغانستان دیده میشه. یعنی دو معاون دو رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله و همچنان معاون یا وایس پرزیدنت سابق آقای کریم خلیلی که البته معاون دوم آقای حامد کرزی در وقتی اونا بودن، اونا هم در امی مظاهرات ها را تشویق میکنن که از حقتان دفاع کنن و تظاهرات را برا میاندازن و حکومت به باد انتقاد میگیرن که فعلا ایشان البته معاون شورای عالی صلح هم هستند. یعنی اونا یک شخصیتی باید صلح دوست و صلح آمیز باشه، همه چیز به اساس تفهیم صورت بگیره، مگر این چهره ها به حد مضحک و پست و وطن فروش هستند. وقتی در مواقعی که اهداف خود از اینا مطرح باشه، اونجا نه صلح هست و نه برادری هست و نه تفاهم هست، به زور توسل حاصل می دارن، مظاهرات و اخطار و عرفا و کلمات رکیک و اینا قوم ازاره را به حساب تشویق کو که از حقتان دفاع کنین چون در سابق حق شما طلب شده بود، عرفا دیده میشه و سرور دانش معاون اشرف غنی و محمد محقق که اینا همی از یرسی ازاره ها هستن از قوم ازاره، اینا از حق ازاره دفاع میکنن. یعنی مانایی که در این کشور اگر حق یک پشتون یا یک تاجیک و اینا تلف می شد، باز نه سرور دانشی در اونجا می دیدین و نه کریم خلیلی را به آب و تاب و اینا. در حقیقت از یک منطقه مرکزی که از اونجا اینا قوت گرفتن و همو ازاره ها عقبی از اینا استادن، از ملیت های خود گفته بعضی از اینا، از اونا دفاع می دارن که در اینجا افغانستان بزرگ و مصائبی که آیده حال افغانستان شده این مطرح نیست دوستان عزیز. بنان این زورگویی ها که از تک خانه ها در دای محرم شروع میشن که راه ها را مسدود میسازن و حال که یک بهانه به دست از اینا افتاده، حتی آقای اشرف غنی را وادار به این ساخت که اینا را تبریک بگوین که دموکراسی روز به روز مستحکم شده میره در افغانستان و اینا از حق خود دفاع میدارن و ما برشان تبریک میگیم و برای ارزیابی از یک کمیسیونی را گماشتن که تعداد کثیری از او از امی قوم ازاره هستن که برنای کریمی که اکبری که نمیدانم چطور و یک آدم شهی فالیز به نام زاخیلوال رشوتخور و فاسد او را هم به امرای اینا قرار دادن که او را اگه $100,000 به توان میگسه ایس امی از رای مناطق مرکزی وصل شد. به هر حال دوستان عزیز، افغانستان کشور اقوام هست، در اونجا ازاره حق داره، پشتون، تاجک، همه از اینا گلهای باغ افغانستان بارها عرض کردیم شمرده میشه. وقتی منافع مشترک کل افغانها مطرح میشه، اگر به یکی از اینا ضرر میرسه بدن افغانستان ضرر دیده و اگر یکی از اینا سوده میشه، مگر ببینیم که مفاد و مزار تشبثات اقتصادی اگر برای همه بیشتر بود، خب از آرام باید خوش باشه و سالنگی هم خوش باشه و پکتی اوال هم خوش باشه و همه از اینا خرسند باشه، اینجا افغانستان بزرگ مطرح میشه. ما برای ما راستی خنداوری بود دوستان عزیز که ما بالای برق که از دیگه کشورها وصل میشه وارداتیس از ترکمنستان تعال و برق اتا نرسیده به افغانستان، ما در اینجا بالای خط و سیری از او جنگ داریم. اگر راستی ملی فکر می شد در اینجا تظاهرات به این باید برا می افتاد واقعا که بابا ما این برق قطعا هیچ ما نمی خواهیم از ترکمنستان برای ما برسه و ما پرداخت کنیم برای انرژی و چراغی که از دیگاه برای ما می رسه و تحت ترحمی از اونا قرار داشته باشیم و برق از اونا رو مصرف بداریم، در حالی که ما بسیار وسایل خوبی در درون افغانستان داریم، آب سرشاری داریم که پاکستان
باعث یک توتیه میخوای آبهای ما را استفاده کنه. ایران چشم دوخته با آبهای سرشار افغانستان که از اون میشه برق تولید شوه به صورت طبیعی از یک طریق دیگی، طرق دیگی. اگر این برق، یکی مرا گفت که این 500 مگا برق میشه از این سولر سیستمی که در امریکا روز به روز رواج شده میره، یعنی با چندین برابر از او، اگر این تکنولوژی به افغانستان وارد شوه خود ما صاحب برق میشیم و خودکفاف میشیم. فابریکا درک نداره بیادر و تو تشبسات اقتصادی که چرخ اقتصاد راکت بانه صرف برای چراغ و تلویزیون که سیریال یک هزاره در مغاره های کوه بامیان ببینه و یک شخص در امو تعمیرات چور و چپاول و دوزادوزی در کابل تلویزیون ها را تماشا بدارن برای امی هست. یک وسیله تسخین و چیزای خرد و ریزی برای منفعت های عامه او به کار نمیره. بنان با تظاهرات در وقت صورت میگرفت که بابا ما ای حکومت قائم میگرفت آقای اشرف غنی را که برای اقتصاد متوازن در درون افغانستان برق تولید شوه و خود ما صاحب برق خود باید باشیم. تا که 16 17 سال تحت یوغ استثمار و 100 چند بیلیون دلار خیراتی دزدی شده در کشور، هر یکی برای خود یک تعمیری، هر یکی پولا را برداشته برده در کشور دیگه ذخیره کرده، برای منافع عام مردم هیچ کاری صورت نگرفته، خشت بالای خشت گذاشته نشده. بازم که میبینید میگه کمپانی کوکاکولا در افغانستان تاسیس شده و صاحب عجب مزدار از کوکاکولا ایم. یک کسی که کمی از او خالیست، میدهش خالیست و غذای خوردن نداره، چیزای تجملی رو برای از او فابریکه نساجی، بودوز سازی، نمیدانم که اینو آن ضروریت اولی اقتصاد افغانستان، زراعت، توسعه زراعتی افغانستان، مسئله تجارت ما، بیلانس منفی، با هر یک تشبسی که فکر میکنین در اقتصاد ما منفی هستیم با دیگران. بنان بالای از او باید کار میشود، تظاهرات صورت گرفته. صرف حالت زورگویی، قهر، انزجار، حق ازارت تامین شو، همه تو که در روز شهدا بگویم یا هفته شهدا و امو پیران خونپوری حضرت امام حسین واری میکشن و صاحب بغال مغال که همه چه مسود شهید شده و صاحب کابل خون میگیره و صاحب فیرای اوائی که و صاحب در امی مظاهرات هم چند نفر از کانال یک و نمیدانم کدام تلویزیون دیگه برای فیلم برداری و راپور جمع شده بود، اونها را تو کوب کردن، کمره های از اونها را با خود بردن، چند نفر از اونها افگار شدن، راه ها مسدود شد، بیشتری کسایی که مریض بودن خون کار داشتن در راه افتاده بودن، صاحب در حال جان کندن بودن، دوکان ها بسته شده، صاحب تشبسات، یک کس برای مشغله برای یک کاری که اولادای از او گرسنه است یک تاثیر منفی را بالای شهر مزدحم 6-7 میلیون نفری کابل گذاشت و برای ازی که چراغ مردم بامیان روشن باشه، جایی که چراغ یک سالنگی روشن باشه، جایی که چراغ یک نفر دیگه روشن باشه. در همینجا میبینیم که نفاق دامن زده میشه علنا در یک کشور، هر کس زور بود میخوره، بخواد هر کسی تانست صدایش زیادتر بلند بود فریاد زد. این می حالت است، یعنی ابعاد وسیع داره، دوستان عزیز آدم میتونه تحلیل و تفسیر کنه مسئله امی برق و برداشت خاصی از اگر راستی افاقی آدم بیندیشه بالای مسائل فعلی افغانستان همه طور است. ما در چند روز هم خنده آور بود، تاسف آور بود و در حقیقت واقعیت امو ساختمان اجتماعی افغانستان و حالت موجودی افغانستان، او پسری که در لندن علیه اشرف غنی بلند شد و یه عرفار زد و یه کسایی که چون خلیلی و محقق و سرور دانش در کابل تظاهرات برای انداختن و راه ها را مسدود ساختن، این بیاناتی داره. یعنی اگر آدم عقل یک انسان باز شوه و فکر مغز انسان و این مسئله را راستی درست واقعا ببینه، تنها مسئله یک 500 مگا بایت برق نیست، دیگه ابعاد وسیع سیاسی داره، اثرات خود داره و البته همین مسئله اشغال و حالت موجودی افغانستان که زیر لحاف دموکراسی همه را داخل ساختن و بدبخت ساختن و خفک ساختن همه طور است. و خود
امی دامن نفاق ها که اینما دامن میزنن و یقینا واقعیت امر امی است که در اینجا بغض و عناد و کینی ازارار علیه پشتون، پشتون علیه ازارار بالای این مسائل بلند میشه. ما طرفداری امی قطعا نیستم که امی برقی خیراتی یا بگویم یا خریداری شده از ترکمنستان و افغانستان به هر قدری که به حساب تکای ما بالای انرژی و مواد خام دیگرها باشه به مو اندازه ما متکی هستیم به دیگرها. هم پول ما از بیرون وارد میشه، هم خرید ما، هم تو کالاهای ما، ضروریات اولیه ما از بیرون تهیه میشه. خود ما توانایی تولیدی از اون نداریم، چراغ ما هم از بیرون روشن میشه. اگر فرض کنیم اونا روزی خواستن چراغ ما را خاموش بسازد، دکمه از اون نزد ترکمنا هست، در ترکمنستان قرار داره و این یک مشکل بسیار بزرگ اجتماعی را میتونه بار بیاره. دوستان عزیز لطفاً بعداً تلفن بزنین، تلفن ما در اینجا در درون دستگاه تلویزیون تلفن های ما یک چند روز اینجا تکنیکر آمده کار میکنه، بالای از اونها تلفن های جدید وصل میسازیم و همین تلفن دستی میشه سوالات شما راجع شوه. مصطفی جان کلیپ اگر لطفاً رن کنین که بالای این مسئله باز میشه تبصره کنیم، بفرمایید. Look. دوستان عزیز البته کلیپ بسیار جالب بود، یقینا جوان بسیار جدید و دست روی خان شدن با دیگر درگیر شدن و جنگ خلاصه گردید و اخراج شخصی که در محفلی که اشرف غنی صحبت میکرد انجامید. البته تو که عرض کردیم مسئله صرف مسئله یک چند مگابایت برق نبوده، ابعاد سیاسی خود داره که اینا در لندن میتونه یک محفل مختل بسازه و در کابل میتونه شهر یکی راه ها را مسدود بسازه و قوت دارن تا ارگ میتونن برسن. مظاهراتی که در کابل صورت گرفت دوستان عزیز او را هم توجه بدارین و یک حرفایی را که خلیلی و که نمیدانم اینو آن و همه از قوم هزاره جمع شدن و کابل پرساختن و راه ها را مسدود میسازن و زورگویی میدارن، این بیاناتی با خود داره، این واقعیت هم رمی است. ما میگم شما حراس نداشته باشین، آنچه واقعیت است او را بیان بدارین. از آراهای ما باید امیر بدانن که کشور از همه است. اگر امیر بادارایشان نبود، انگلیس و امریکا و اینا، که خدا نخواسته باز کدام روز بدی سر از یاد نبیه که باز در برقشان هم قطع خواد کردن و روزگارشان هم تار خواهد شد. امروز اینا را چلونو کشور اشغالی اشغالگر در افغانستان اینا را در آغوش گرفتن. گفته آقای بشردوست که امیتا بچند امریکایی میای و اینا را
نمره میته و گوشمالی میته و حکومتشان را تعیین میکنه و عمر عزیز حکومت غیر قانونی از اونا را تمدید میکنه، همه به دست دیگه رقم زده میشه. اگر اونا نبود، برادر ازاری گل ما، شما همونجا هستین، پشتون ما، نمیدانم ازبک ما، اینوان ما، کمی کسایی که راستی پیش پای خود دیده و عواقب جانبی مسائل هیچ درک نمیکنه. ما میگم بیشتر کوشش شوه برای اتحاد امدیلی ها و همچنان برای افغانستان بزرگ در مجموع. اگر ما می بودم و اگر زاره می بودم و قدرت می داشتم در امی تظاهرات و خلیلی می بودم، برای زاره ها می گفتم که شما جایی که مظاهره را برام می اندازین و اعتصابات و راه پیمایی که ایسیم از رای سالنگ رد نشوه و 180 میلیون دلار در راستا بیشتر مصرف میشه اگر از رای ازارجات بره، شما کوشش کنین که مظاهره کنین که برق هیچ قطعا ما کار نداریم، هیچی برق به افغانستان نبیه. کوشش کنین، گفته همو گاندی، که خود از گرسنگی بمیرین، تنتان برهنه باشه، لباس خود خودتان بپوشین، با یک دال و چپاتی گزاریتان کنین، مگر دیگه نه لباس انگلیسی بپوشین و نه مواد انگلیسی را استفاده کنین. با دست خود، با بیشتر مناعت و شرافت و غیرت، همه چیزتان خودتان تهیه بدارین. امروز هر چیز ما، کالاهای ما، برق ما، انرژی ما، نان ما، لبنیات ما، میوه ما از بیرون کنسرو شده و داخل افغانستان میشه و در تن چند نفر وطن فروش ما لباسای بسیار هم تو کتلاکی را و تلویزیون ها و در جلوی کمره می نشینیم و چند نفر را برده باعث برده و غلام و مزدور خود استخدام کردن و در مجامع بین المللی اونا را از حق مردم افغانستان که گوی افغانستان در راستای خیر و صلاح و پیشرفت و توسعه قرار داره. همه از این اخوال، دروغ، فریب و خاک به چشم مردم بدبخت افغانستان زده میشه. بعد از 16 سال بپرسن از این قوای ائتلاف که شما در افغانستان بودین، اینا را آوردین، به ثمر رساندین، قانون اساسی، نمیدانم دموکراسی و شورا و که حکومت و اینا، حاصل از اونا همی که حکومت فاسد جهان، درجه اول جهان شما در نایجیریا و نمیدانم کره شمالی و افغانستان در رقابت قرار داره. یک سال یک شوال میشه و دیگه دوم و دیگه سوم. صاحب هر کدام آمار میار از بیرون، همون کسایی که این حکومت عمر عزیز، این حکومت گدولی و غیر مردمی را تمدید میداره، اونما میارن آمار از بیرون، نیویورک تایمز، نمیدانم لاس انجلس تایمز، اینو آن، خبررسانی های جهانی، این کشورها میان میگن که این کشور فاسدترین کشور جهان معرفی شده و واقعیت هم را مهمی است. پول های باد آورده به دست یک چند نفر دوز قرار میگیره و اونا گرگای گرسنه وره تو چور میکنن و سر میگروزن. شما در می فیلم های نشنال جیوگرافیک شما ببینین که در یک جنگل وقتی یک شکار یکی از خفاشان میگیره، چی حال میفته، هر یکی چور میکنن و که بکنن و بدرن و بگروزانن و برو باین و نوشجان کنن. همیالی هم میترو شده آدم لاس انجلسی کالیفرنیایی، آدم ویرجینیایی. او روز ما دیدم و همی مخدوم رهین که او را رد کردن و کشیدن از بعد از یک 14 سال ایش و نوش و ساتیری، پس آمد در ویرجینیا، این طرف طرف در خیابانای ویرجینیا میگشت بی معنا، بی رسوخ. حالا میگه او روز رفته پهلوی سیاف نشسته بودن، باز من دمی هفته گذاشته در اخبار دیدم که پهلوی حکمت کرزایی که او هم همشهری ازی بوده، او در یک دسکو کار میکرد، سید مخدوم رهین در یک هتل از شب تا صبح کار میکرد و امو برش بیشتر به شرافت بود که یک $1,000 بیخوابی یک شب به حساب دستمزد میگرفت و حداقل با یک مناعت طول صرف میکرد. امروز با حکمت کرزای پهلوی از اون نشسته و صاحب همه تو خنده خنده که خدا کنه همی آدم سر ما مهربان شوه و اگر شوه که با این دیگان سفر شکر برم یک طرف باز یک جای چخ شوه میاد. با اینمی افراد و اشخاصی هستن دوستانی هستی.
چهره ها رو ببینید ارزیابی کنید. به هر حال مظاهرات کابل جالب است، اینا توجه بدارین. باز در بعد از این دوستان عزیز میخوایم شما هم نظریات تان را بدارید. افغانستان از راه سالنگ به کابل امروز اعتراضات گسترده ای را در کابل راه اندازی کرد. معترضان خواستار انتقال سیم برق ترکمنستان به افغانستان از راه بامیان هستند و می گویند که مسیر دیگر برای انتقال این سیم برای آنان پذیرفتنی نیست. این جنبش در خطنامه می خواهد که عاملان تغییر مسیر انتقال سیم برق از راه سالنگ نیز شناسایی شوند و مورد پیگرد قرار گیرند. آگاهان اعتراضات امروز را به گونه مسالمت آمیز نمونه از نهادی نشدن دموکراسی در کشور می دانند. ولی یاریان در این باره گزارش ساخته. صدا خوی در گوری زستاریکی جنبش روشنی این راه پیمویی را براه انداخته است. هدف همه اینان یکیست، تحقق عدالت. این راه پیمایی برای این راه اندازی شده است که برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان از راه بامیان باید بگذرد. هرچند رهبران حکومت وحدت ملی تعهد سپردند که به بامیانیان نیز برق داده خواهد شد، اما دیده شود که خواستای این راه پیما کنندگان به این زودی ها پاسخی می‌یابد؟ راه پیمایی ما تا زمان ادامه خواهد یافت که حالا انکشاف متوازن، عدالت و برابری بر تمام افغانستان حکم فرما شود. آرام آرام حضور راه پیما کنندگان پررنگ تر می شود. از بخشای دیگری نیز مردمان با اینان یک جا می شوند. هریکین های خاموش، شاید آرزوهای همه اینان فرار از تاریکی و رسیدن به روشنایی است. تا وقتی خواستای ما برآورده شود باید کار ادامه بدهیم. این حق ماست که لاین برق باید از بامیان وارد شود. سالنگ ظرفیت چه نداره که برق دیگه ایتر شود، لاین دیگه ایتر شود. هدف راه پیما کنندگان رسیدن تا پشت دیوارهای کاخ ریاست جمهوری بود، اما ظاهراً به این هدفشان نرسیدند و تمامی جاده ها برویشان بسته شدند. این سوی دیوارها قصه هنوز از راه پیمایی است. انتقال برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان از راه سالنگ مسئله 3 سال پیش است، زمانی که کریم خلیلی هم معاون رئیس جمهور پیشین بود. او زمان بغلان الی کابل، سالنگ بامیان مسکوت گذاشته شد به خاطر مطالعات فشنر کمپانی معتبر بین المللی است. راه پیمایی جنبش روشنایی ساعت 7 صبح آغاز شد و پس از نزدیک به 6 ساعت این راه پیمایی پایان یافت. راه پیما کنندگان از اینجا از شاهراه دیمزنگ به جلوترها رفتن نمیتونند. یعنی تمامی جاده ها که به کاخ ریاست جمهوری و به شاهراه پشتونستان می انجامند بسته است. یعنی رفتن به جلوترها برای این راه پیما کنندگان دشوار خواهد بود. عبدالولی آریان، سلونیوز، کابل. دوستان عزیز، البته مظاهره میرسانه که چقدر در افغانستان زور و زر کار میکنه و هر یکی برای سود حزب و سمت و قوم و اینای خود میاندیشه. اینجا مسئله برق و قدر هم برق زیادی نیست و برق که از یک کشور دیگه وصل میشه به افغانستان، مگر اینکه اینا به حد یعنی با زور و با قهر و اینا توسل. بله، سلام علیکم. شکر. یک دقیقه در گوشتان دیگه به اول حاض مسئله ابعاد خاص خود داره. اگر یک حکومت قوی با پنجه های آهنین موجود می بود، اینا رو می بود برین در جایتان بینشینین، یک حیاتتان رو بفرستین. مسئله تفاهم است، مسئله صحبت است، یک حکومتی دارین.
بادارایتان در ویرجینیا و در واشنگتن و در لندن نشستن، باز اگر اونا خواسته بود گوشایتان آمد تاو داد، باز ولی اگر شما توانی مظاهره هم داشته باشی. از خاطر کاکاس که انگورده تاکا که میگه است، از اون خاطر شما را آوردن، از یک انزوا، از یک فرار، از یک ای 14 15 16 سال است که بالای گلوی مردم افغانستان شما را نشاندن، یکمه که احتیاط لازم است. مسئله تکنیکی است، مسئله باید تفاهم باشد. ای کریم خلیلی جایی که برای یک صلح کار کنه که امروز معاون شورای عالی صلح یادم مقرر شده، همیلی از اونجا ماش میخوره. برادرای زاره رو باید به تفهیم، به محبت، به دوستی، به یک همدلی دعوت کنن. هر چیز به زور، به قهر. و حکومت هم شاید لبایک بگویه برای از اینکه اونا چوکی خود دوست داره، نمیخوان که متلاشی شوه میکشوه. حکومت آقای اشرف غنی در آغاز از ترس همی مظاهرات خیابانی چینام داره عبدالله عبدالله تسلیم گردید. به هر حال ما میخوایم بشنویم. بله، سلام علیکم. سلام. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. خدمت شما به این مسئله تا وقتی که شروع شد تظاهرات به خاطر شبش محقق همراه سفیر پاکستان در کابل دیدار داشت. سفیر ایران و سفیر پاکستان دو به سفارت ایران دیدار کردند. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که در صورت که ناامنی مسائل سیاسی افغانستان باشد، ایران آماده است که این پروژه را قبول کند. مدیران جنبش روشنایی که از مسیر ایران میخواستند که از مسیر بامیان میخواستند که صورت بگیرد، اینا شب با سفیر ایران و با محقق با اینا همه یک جای ملاقات در سفارت ایران داشتند. علی توقیر تحقیقی که برای اکشنفنی صورت گرفت، این از طرف کسی که شخص پاکستان لحکل از دمام سجاد دلندم که این اصلا با آنسان همکار است و این در چهار گوشه مجلس همین افراد شانده بودن که همین برادرهای ازاره ما اصلا تابعیت کویتر هم دارن. اینا دو تابعیت هستن، اما از افغانستان و اما از کویتر هستن. مستقیم ارتباط با همین سجاد نام داشتن و طالبان اعلام کردن که ما از این توتاق حمایت میکنیم و این متوجه باشیم به هر جای ده ها سوسایت صورت میگه، ولی امروز هیچ تقیه نشد. این طالب صدای خود بلند نکرد و هیچ کدام انتحاری و دیگه صورت نگرد. شش نفر پلیس از برادرهای هزاره ما بعد از اینکه مسئله توتاق صورت میگیره از طرف طالبان اعلام شدن. این کل اگه همین سجادنا مدیر یعنی انستیتوت روسی این مطلق ارتباطات بسیار مستقیم و حبیق با می افراد داشتن. جالب است. پنج نفره که چهار نفره که در لندن تحویل و تحقیق کردن اشرف غنی ده و در اون شما مذاکرات اینا مطلق با یک دیگر سفارت ایران از محققات صورت گرفته بود. این هدف هدف پروژه نیست، یک تعداد مردم هستن که اونا دیروز هم والی دست قرار گرفته بودن، امروز هم فقط میخواهیم که اون ناکتف ایران تمام شود و کسایی که غیر از ملیت هزاره هست در اون دو سه چیره است که اونا مستقیم ارتباط با ایران داره و یکی نایید فرید است، بهزاد است و یکی هم پدرام است. سه چیره اینا مشخص معلوم هستن که کی هستن با کی ارتباط داره و اون کسی که همین کسی که مستقیم اشرف غنی در تبیین و تحقیق کردی خودش کیسی ایسویت داده و این همو غسل تبیید را سرش رختانده شده که با ایسویت آمده. این کلگش پروژه است فقط خاص به خاطر ایران، به خاطر منافع ایران کار میکنن. وقت شما را نمیگیرم کنم. بسیار جالب بود. میتونم عباد وسیع داشته باشم. تو که از کردیم مثلا صرف مسئله برق نیست، یک چند میگه وات برق که از رای بامیان بره و سالنگ بره، این دیگه اثرات داره و دیگه انگیزه ها در اونجا موجود است به نام جنبش روشنایی که جنبش اینوان دی چیزا. بله بفرمایید، معذرت میخوایم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام. آقای خطاب شما همیشه از زور کرد میزنید.
شما بگین که مثلا اگر امریکایی ها برای اگر مثلا خارجی ها برای واسرتان اقلا میگیرین بله گم کنیم چرا خواهی کنم گوش دارد بله سن شما کردن شما همیشه مرا لوده لوده گپ نیست نیست سر مسائل افغانستان گپ سن از یک کوچه از یک محل تلفن میکنید که امریکای برای اون کیت که برای این تو مثل او آدم واری ندیدی چقدر خوب صحبت کرد چقدر مغزای خوب داره این اجتماع موجود هستن ارزیابی میدارن اوضای وطن الو بله بله سلام علیکم بله 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 و علیکم سلام بفرمایید. را میشنوم علی فیلن بله. تاسر اصل موضوع ایست که امی خود رهبرای اهل تشیع مولستان کی خلیلی کی محقق در کدام رشته و در کجا تحصیل شدن؟ نه فقط از منابع قومی استفاده به خاطر از این میکنن که در این موقف رسیدن. اگر از اینا سوال شده که شما در کدام رشته در کدام مملکت و به کدام درجه تحصیل کرده این که میتونین این یک مسائل مهم تحلیل کرده میتونین که اونا معلوم شده که به کجا تحصیل کردن فقط از احساسات از این مردم استفاده میکنن سالا شما دیدین که ضربه که امی خلیلی زد و در وقتی که سیاه جنگ میکرد سینه های زنا بریده شد امینا مگر نکردن این جرمت مرتکب نشدن یکی دوم دیگه خود فابریکی نقلو 100 هزار کیلووات برق ظرفیت داره فابریکی برقی که یکی 33 هزار کیلووات بند سلمان 44 هزار کیلووات برق ظرفیت داره اگر بند کنر از سوسر بسازن باور کنید که افغان هیچ نیاز به برق خارجی نداره اما فرموده شما درست است که اگر اینا همت دارن غیرت دارن شامت دارن باید ببینید که ما همین برق خارجی رو بخواهیم یک سیستم 220 کیلوولت است که خطاب شد در افغانستان این سیستم نیست این سیستم زمان میاید باید در هر جای سبستیشن باز از این سبستیشن ها دیگه فابریکا تیار بسازن به این ولتاژ که اگر هر زمانی که اینا به هر قیمت بخواین که قیمت دارن مجبور است چون بدیلش نداره اما قیمت اونا قبول بکنن این یک ضربه بسیار کلی است برای مملکت به خساره مملکت است اینا وجدان ندارن فقط از احساسات مردم استفاده امیر گفتم مردم باید بیدار شوند این محقق این خلیلی اینا در حقیقت به قوم هزاره یک خیانت بزرگ را مرتکب شده که هیچ قابل جبران نیست برای اینا متاسفانه که مردم ما بیچارا تحصیل نکردن اینا حقایق درد نمیکنن فقط در پشت اینا روان است و اینا تجارت خود را میکنن مثل که یک تعداد برام دین تجارت میکنند بله بله تشکر صاحب اگر ویدانشان بیدار شد باید خود اینا سنهای سیاسی را ایراد بکنن و امروز شما میبینین که افغانستان چقدر ضربه دیده از نگاه اقتصادی راه ها بند مامورین اکثرا گفتن که شما اگر در وظیفه نبین سه روز کسر معاش میشین در راه که راه ها بند سر مردم به وظیفه نرسیده بله. این دولت بیکفایت خیلی تر اگر بود که به این پیمانه حراس داشت در هر جای کانتینر ها جای به جایی کده بود باید مردم همین رخصت از این مامورین بله 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 تشکر صاحب خب یک مامور اگر رفت یک روز بازم مامور اونجا که میره چندان کارم نمی کنن مامورین هم تو یک تولیدی رو بارن صرف برای ماش خوردن برای یک حضور یا بی در یک دفتر جمع میشن به نظر من تو یک مجرایی نیست که در صدای مردم افغانستان شنیده شد امی محقق و نمیدانم امی خلیلی ملیلی جنگ های داخلی را یقینا شما راست میگین برای انداختن جنگ های داخلی سینه بریدن ها بله سلام علیکم الو بله در گوشتان باش یک بار بفرماین صاحب بفرماین خواهش میکنم داماد آدمتان ادال از داماد کنید در اصلا این برنامه مستخیم زمین خواستم فقط درباره این انتخاب لین وقت دو کلمه خدمتان هست که مگه جاده باشه بفرمین خطاب سوی محترم فقط یک چیز بگویم که در این مسئل خود ما مردم ملامت هستیم یکی دوم همی قراره که این برادر پیشتر عرض کردن چرا همی خارجی که همی پول را که به همی پروژه و مصرف میرسونن چرا یکی از پروژه داخل کشور خود ما را
امینم میگم تا تانسته باشیم که با شهر خاشه هم با کوب داشته باشه و داینده ما با کس دیگه محتاج جان نباشیم. بله بله بله. من تا با یه افتاد فقط تویز که همین خارجای همین کسای گفت شما کشغالگرا بگیم یا این اینمی موقعی را مثلا ساختن که تا دوین ملت دوین مردم یک کشمکش باز هم یک بیتفاقی یک جنگ داخلی بگن یا جنگ قومی را بپا کنن. بله. یک کدام مدف وجود نداره. بله بله بله. برای که فعلا ششتن فقط یا دیگه چی ندارن یا فقط صرفان چی خراب کنن. آه بله 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 با قرار شدنم. بله بله سلام علیکم. بله و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما آقای خطاب، خوش هستید شما را ببینیم آقای خطاب سلام. بله بیشتر آقای صالح هست. بله سلام و علیکم سلام. دیر باد صدای تان میشنم. من نبودم سر دکار میبودم، حالا امروز بیشتر سلام تو. خوش هستم که ساعت دارین و صدایتان رو میشنم. شما را میبینیم. بسیار تشکر. این یک پروژه سیاسی خطاب سر محترم. به طور مثال اگر ما واقعا بگم اگر همین تظاهرات را در دیگر ولایت افغانستان مانند پکتیا، قندهار، پروان و غیر نقاط کشور ما میکردند، به نام طالب نوکران پاکستان، داعش، دهشت افغانان، حراس افغانان و غیره القاب بد در چرا؟ وقتی که نوکران ایران و قلدهای مذهبی بله قلدهای مذهبی شیعه که اشغالگران تظاهرات میکنند سرکوب نمیشن، چرا؟ همه این تظاهرات سیاسی و قدرنمایی نوکران و تاسلیسان دولت صفوی ایران، اکثر رهبران هزاره های جنایتکار جنگی میباشند، هزاره ها، قزلباش ها، صفوی های شیعه و غیر نوکران ایران منافع ایران را بالاتر از افغانستان می‌دانند. در تمام خانه های شیعه ها عکس های خمینی، زندیق، خامنه ای و غیره مشرکین در خون درد خونده هر ساله در کشور ما تجدید می شود. چرا؟ در خانه هیچ اهل سنت کشور ما که 95% کشور را تشکیل می‌دهد عکس رهبران پاکستان، عربستان یا نمی شود. بله یک سوال هم دارم خطاب سر محترم. هزاره ها همیشه میگن حق ما تلف شده. کدام حق در کشور ما حق کی تلف نشده؟ از کدام عقل کدام ملت ها تلف نشده؟ تمام علیه تلف شده، از همه تلف شده. چرا دیگران ادعا نمیکنن حق خود را جز هزاره ها؟ چرا هندوهای ما نمیگوین حق ما تلف شده؟ آنها هم اقلیت های مذهبی هستند و افغانستان را بیشتر از هزاره ها دوست دارند و خیلی و این یک پروژه سیاسی است که از طرف باداران شرق و غرب، پوتین و دشمن درجه که شیطان بزرگ رو دیر رهبری میکنه، پلان است که افغانستان مانند عراق، سوریه و همی اقلیت های مذهبی فروخته شده مشرق تسلیم کنه. این ملت افغانستان، این قوم با غیرت افغانستان بیدار شده. شما فرزندان میرویس خان بابای حامدی کسی هسته که این صفحه یار یک بار شکست داد یار زده رب بردشان و امروز شما خواسته بنام پشتون، بنام تاجک، بلیاز قرآن، بلیاز خدا یک در شوه یک امت محمد صلی الله علیه وسلم شوه و این قوم چنگیز امروز پلان دارن که افغانستان به خاک سوریه و عراق بکشانند. این ملت افغانستان شما را چه شده؟ بیدار شوی از این پول پرستی، دنیا پرستی، کسافت پرستی، ای شورای نظام کار، جنایتکار، آوود یک قوم ازاره جنایتکار امروز در بخرد افغانستان را به خاک خون میکشانه، با مشتکی بسته میشداده، ای پنشیری های بی خیر پروش، او وطن پروش های پنشیری، از خب صدر بیدار شوی، از پول پرستی، از دوبای رفتن، از دولار پرستی، از برای خدای جانت نسی، از برای خدا، یک اهل سنت تظاهرات در پکتیا میکنند، در خود میکنند، بنام دهشت افغان، بنام تروریست، بنام القاعده. ما شما را چه شده؟ یک نر شوید، یک امت شوید در مقابل مشرکین دشمنان اسلام شرق و غرب. الله اکبر بگوی و این وطن نجات بده. خطاب سر محترم از اینکه احساسات بسا
بسیار مقبول صحبت کردیم. بسیار درد دارم من. نه واقعیت همه را. از دست زمین شورای ندارد. همین معاملگران پروفشنل وطن فروش هست. که میرسد. بله. بسیار زیاد تشکر آقای سوس. بسیار تشکر. وعلیکم. وعلیکم. وعلیکم سلام آقای سالیس. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. خب به هر حال دوستان عزیز وقت اعلانات رسیده، یک چند اعلان وقف اعلانات داریم. بیاین بازادانه صحبتتانه بیاناتتانه مهربانی کنین. آنچه حقایق افغانستان است و آقایی که از لندن تلفن زده بودن واقعیت امر همی است که تارهای مردم به ایران و پاکستان و اینا چسبیده و دو نفری که در اونجا اشرف غنی را گویا بیاب ساختن و دروغگو و خائن و یرفا نثارشان کردن و محفل به هم زدن، یقینا تو از خود از اونا انگیزه های درونی از اونا وطن پرستی و جوش احساسات ملی از اونا نبوده، از یک طرف پیچ از اونا تاو میشه و حتی من خبر شدم که اونا از اسلام به کلی به کریستیانیتی و عیسویت تطهیر شدن. وقتی یک نفر از یک دین دیگه به عیسویت میه باز یک عوض دارن در چی؟ در کلیسا. ما همی کلیسایی را که خریدیم و مسجد تبدیل کردیم در پیشروی روبرویی که در اونجا محراب و منبر خطبه و اینا بازال موجود درست شده، اونجا یک عوض بسیار کلان بود. باز ما همی جلسه کردیم که دیگه ترمیمات و تغییر و تبدیل بسیار آسان است، مگر عوض چطور کنیم؟ او اینقدر مشکل بود که او را تا کندیم و صاحب عوض. باز ما پرسیدیم که برای چی هست؟ میگو کسایی که اینجا تطهیر میشن و از گناه های خود پشیمان میشن یا از یک دین دیگه به عیسویت داخل میشه، یا اطفالی که تولد میشن عیسوی در منزل عیسوی، باز در همینجا او را میشوین و باز نمیدانم امو پریستی از اینا، ملای از اونا بعضی درودهای سویر بالای از اون میخوانه. همی مراسم میگی بچه را همه تو بردن، همه تو تطهیر کردن در حقیقت. به هر حال دوستان عزیز بعد از وقفه اعلانات. دیگر با زانو درد خداحافظی کنید و به آغوش زندگی آرام و سالم بازگردید. سلامت مفصل زانو، جلوگیری از پیشرفت آرتروز، التیام قطعی زانو درد با استفاده از آخرین روش‌های مگنتراپی، زانوبند مغناطیسی. همکنون تماس بگیرید و از بازار پیام افغان این زانوبند معجزه آسا را با قیمتی کاملا استثنایی دریافت نمایید. زانوبند مغناطیسی، درمان زانو درد شما. همین الان تماس بگیرید با شماره تلفن 818-884-7018. دیگر از زانو درد رنج نبرید. قابل استفاده برای همه سنین و سایزها. زانوبند مغناطیسی را با بهترین دیزاین میتوان در مهمانی، ورزش و محل کار استفاده کرد. فقط ممتاز نظریان باشه. سر دسر خانم و عزت میمانم و برنج ممتاز بود باشه نوشه جانم، برنج ممتاز بود غذای مای، برنج ممتاز بود مثل طلای، برنج ممتاز بود غذای مای، برنج ممتاز بود مثل طلای، برنج ممتاز نظریان چه لذیذه به نزد جوانواده ها عزیزه، برنج ممتاز به به شور و نواله، برنج ممتاز به به انیس مایه، برنج ممتاز نظریان چه لذیذه، آشپز هم عزیزه.
بازار ممتاز نظریان، انواع خوراک کباب ایرانی و افغانی و انواع میوه‌جات خشک افغانی در شهر آمبور. آدرس: ونسپیکا شوسه 98، نمبر تلفن 0429884933 و 0176-82-08-96-5. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قبل ساوتال شهر لندن است، با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکنند. بر علاوه محافل عروسی، شما می توانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس: سالون عروسی کابل، ساوتال شهر لندن. نمبر تلفن 0285743018 و 0753525279. اونجو سوپرمارکت بیلشتتر آبشتراسه 49 مقابل مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام. امروزه انواع و اقسام گوشت های حلال امراه با ماهی تازه. مواد گوشتی کنسرو شده، اقسام میوه ها و ترکاری های تازه، انواع نان های تازه، انواع و اقسام مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی و سایر کشورها پاک و تنظیم شده، انتقال مواد غذایی به منازل تا 50 آیرو 20 کیلومتر. اونجو سوپرمارکت، سوپرمارکت بزرگ با پرسنل مجرب با انواع و اقسام خوراکه ها در خدمت شماست. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. قابل توجه، احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. اگر می خواهید اعلانات تجارتی خود را جهانی معرفی نمایید، اگر می خواهید برنامه سازان برنامه مستقیم تلویزیونی داشته باشید، اگر می خواهید هنرمندان هنر خود را و یا اعلانات کنسرت‌های خود را به سمع دوستان برسانید و همچنان اعلانات فوتی را از این طریق منتشر بگذارید، شبکه تلویزیونی پیام افغان در همه این موارد توسط احمد استودیو در آمبور با شماست. اعلانات تجارتی شما که از طریق تلویزیون پیام افغان نشر می‌گردد، در تهیه و ترتیب کلیپ‌های تجارتی، من احمد شریفی از احمد استودیو در خدمت شما هستم. موسیقی
They are literally starving. You've seen the images. Syrian children, elders, strong and healthy just a few years ago, and now eating leaves and dying of hunger in besieged areas. Islamic Relief USA has a goal to help. $1 million. Will you join us? زری 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 کندهار حبیب سٹور چی نوی پا اورین پساج کی پا دند شروع کرده یو افغانی مارکیت دی چی تر یو چتر لاندی دا افغانی وچی میوی چی عبارت دی لکندهاری چندخانی کشمش او انزورو دا بدخشان دیره دا غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول دا شک کیفیت در لدون که افغانی وچی میوی او اندی مسائل جا توب چی استاسو دا لاسرسی لپاره چمتو دی همدارنگ دا حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او دا شک خوند او زایکی ور ویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب ستور چخه د میرمن فرخنده حبیب پا مدیریت تر لاسه کولی سی بحارا پولا چیا قربان کرم داخل کلی با پتا سگران کرم گران دوستان سلامونه و احترامونه بیا هم در پروگرام جریان لري استاسو خدمت کیو د افغانستان په پیښو به البته رڼا اچو څه چې په وطن کې پیښیږي هر روز از روز بدتر دوستان عزیز چیزای در او کشور رخ میته آنچه میبینیم دلخراش است و آنچه میشنویم دلخراشتر از او و ملالآور هست شرمآور هست مثل که برای یک چند تا طفل در یک کودکستان یا اطفال شما یک مطار توضیح کنین و هر یکی بالای از او مشاجره و جنگ داشته باشه و سر و بینی یک دیگه خود خون پر بسازد و از افغانستان به مترتیب شده یک برخی که تا حال به افغانستان وصل نگردیده در سر را دعوا هست یکی میگه لاین برق از خانه ما رد شد و دیگهش میگه از خانه ما رد شوه هر یکی یعنی یک زمینه را برای ازی مساعد می سازه که برقهای خیراتی یک مشکل را برای وطن بار بیاره بله سلام علیکم استاد سلام علیکم و علیکم سلام ما احترامات خدا برای شما و برای بینندگان محترم تلویزیون پیام افغان تقدیم میکنم و علیکم سلام مختصرا می عرض میکنم که یک پلان پلان وسیس و ما تر تشویش داریم این پلان درست است که در ایران تحریری شده امریکایی ها و انگلیس ها هم به این دست دارن از این مسئله بوی جنگ مذهبی نیستن والا نمیفهم که رقم بویا میاست ما یک بوی ما نمیبینم یعنی بوی زورگویی است قدرت طلبی یعنی من منظور ما ایست که اصلی پلان ایست که جنگ فرقوی و مذهبی را در افغانستان شولاور بسازم اما ما به برادرای ازاره خود میم که برادرای ازاره اگر شما یه رقم حرکاتی را در افغانستان اجرا میکنین خب از قوم تاجک و پشتون و ازبک یکی شده مقابل شما چرا اونا پیره و تسنن هستن شما خب یعنی بدسته قبر خود بدسته خود قبر خود میکنین چرا این کار میکنین متوجه اگر از خدا نمیترسن از اتحاد قوم تاجک و پشتون و ازبک بترسن بازمالا که در کره زمین شما جا داشته باشن امیر احمارای شما خائن هستن ولی همه تو راست ما تا جایی که میبینم حزب وحدت یا اقدر خساری که برای ازاره رساند برای هیچ کس نرساند یعنی جنگ ها شولور شد و مشکلاتی را که بار آوردن سینه های دوشیزی ازاره را سیاف قیچی میکد و کلکسیون جور میکد و سرایشان را میبوریدن اینقدر ازاره بیچاره بدبخت شد صاحب خانه های از اونا شما
در همین جنگای داخلی داخل شوین در یوتیوب همه از اونا موجود است، ریکارد شده است. حتی ما همی VHS و کسیتایی که البته او وقت موجود بود ویدیویی او را برای ما کسی توفه داد، آقای بصیری کبیر صاحب و زکی جان لطف کردن داشتن در منزل خود. شما باور کنین او را آدم دیده نمیتونه، خون از چشم آدم میپره. این بدبختی هایی را که آید حال مردم ساختن و خواهی نخواهی بالای افکار یک اجتماع تأثیر داره. همون نسل همون مردم تا حال هم زنده هستن. همه تو حزب جمعیت اسلامی بگویم یا همین شورای نظار و قوماش و ایناس بدبختی را آید حال خود مردمی از اونا ساختن. شما فکر میکنین که چند تا که حال امروز در اقتدار قرار دارن و چند پول و منال و دارایی مرد آب آوردی غرب در اختیار از اونا قرار داره خوشبختی را بار میاره؟ نه هرگز نی. یعنی قدر به لعنت خدا و مردم افغانستان اینا گرفتار شدن که هیچ حد نداره. بله سلام علیکم. بله بفرمایید. آقای خطاب من اکرام دارم با مردم از باره پیام میاد لطفا از رهبرای ایران کنارگیری کنن، ورنه روزگارشان رقم روزگار مردم سوریه میشن. علی گفته بیشتر برادر ما که گفتن پشتون و تاجیک و ازبک که میشن، اما این را فکر کنن که ما ایراکیان هستیم، ما افغان هستیم و سنی هستیم و تا دم مرگ ما می جنگیم و مقابل رهبرای ایران. خوب متوجه باشه کامل دارم حال تشهو این را بکره خود جایی بده که ما انگلیس را شکست دادیم، روس را شکست دادیم، امریکا را شکست دادیم و ایران را به زودترین وقت مشکرانیم. خب ایران خود خانه خود نشسته، خود یک چند نفر ایجنت های خود میفرسته. اما تو که پاکستان در افغانستان نماینده و ایجنت و یرفا داره، امیالی از اونا رو به پیش میبره. در از ایران هم به می ترتیب به می حزب وحدت، حتی یک وقتی مسئله رادیو و تبصره ها و مصاحبات ما داشتم، در امی ازاراجات پر از اینا یک میدان یوایی را صدر اعظم این وقت آقای یا وزیر خارجیشان بروجردی نام داشتن، اونا یک میدان هوایی برای نشست و برخاست هواپیماهای جنگی بود یا ملکی درست کرده بودن. اینا را علنا کمک میکردن و همین خود حزب وحدت از ایران درست شد. همینطور که احزاب افغانه در پاکستان نمو کرد، اینا هم در اونجا بودن. به هر حال همینطور است. بله سلام علیکم. و علیکم سلام ورحمت الله و برکاته. سنگه جوری پخیر خیر و خیریت بدی الله رحم ده خطاب صاحب بشربانی بانی که باید من گوتن هزرون بد نکو بدی فیل کم امراض شده که ده بیابی و سرخوات و پاکتون با دیگاتی و دیره جی سکار و جی شانه نبچ که بیابینه سنگه بیر در آواره که ده وروره سند شمال د پغلار د پښتنو خصوصا غټ قاتل مراد علي مراد سیدی مظاهرو کې برخه اخیستې هغه ته د یو ستر جنرال رتبه ورکړه ده. ستر جنرال یې که ورور په دې سړي باندې بالکل زړه بدوالی که نه ده زه همداسې د خدای لیده ده په همدې رقمه کړی نور د مبارک وخت نه نیسم هغه د بغلان حالت ته وګوره چې ورور یو کیلومتری دي په لخمري ښار ته را رسېدلي ورته دې ور باندې امریکا پوه کې ولیدل د پیلوټ به پیلوټ راغله پرون شپه یې لږ بمباري ممباري وکړه هغه لږ زره شاته شول هلته ورځ په ورځ دښمنان یې په څه حالات کې د دوی طرف خدای پاک یې د حکومت همدغه د هزارګانو د مظاهرو له برکته څړنګ کې ډېر پکې زه په دغه باندې خوشحاله یم. نظر یې دی ډېر رتبو او د شعر نور پاک الله په سپار وخت نه نیسم. سلام علیکم. اوله خود خپل اشرف غني هغه معاون په همدې مظاهرو کې اشتراک لري په همدغه تجمعاتو کې ناسته خبرې کوي زد دې حکومت ته. اشرف غني هم سوری لټوي چې چېرته یو څوک یې پلوي وکړي. ډېر تنها پاتې ده او ډېر ناکامه یو حکومت بنا کړ مخې ته یې بوت هر څه چې وویلې هغه یو عمل نه شو دې لپاره چې وایي چې نه لري سړي مه کورت کړه او مه غوړي همدغسې یو مشکل دې پېښ کړی. بله سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر ورور لگ لوار لوار غیگه سر جگ جگ غیگه سر.
خطاب سر دادی به حلاج رضایم لباسل جامعت در که آمده دی شبخنی دی لندن پا کنفرانس که کم وزاره پا بوتو ایش کده موضوع می در سویلیم نو دا خلق خودی پخپل پا پکو وزر وزده که مجدده تو مقابل که ارتا دریگی دی پختون پا جای ازاره والا جا ووز دادی دیده پا مقابل که دریگی سی دی خیره چا پا کاره وی کار بسه وی وی آقا بلواری که رو رو هر شید سمیگی زویمت سیم داغا حکومت اشرف غنیم را چه پاکی دا نور پا مجموع که حکومت داغا حکومت دا خلکو حکومت نده دا نور حکومت دا نور پا شهرو را غلای دا نور پا شهرو بندی تبدیل آقای عمر زیادی گی شعباس لنور آخلی اولا همین برق مسئله برق نیست گفته بعض دوستایی که تبصرهای فراوانی را کشونیدیم وقتیت امر همی است که مثلا مسئله سیاسی شده ایران دی دست داره پاکستان هم داره و شاید همی خود قوای اطلاف در افغانستان میخواه یک تجربه به وجود بره و آیسته آیسته برق بهانه کن و این و آن مردم به پا میخیزانند ما به امرای آقای صمد عامد خدا اونا را مغفرت کنند مسئله تجزیه و حرفا در جنگای داخلی تقریبا 20 سال قبل جوش مصاحبات بود و جنگای داخلی در گرفته بود ما مصاحبات با افغانا و اشخاص زی دخل و زی منافع داشتیم بعضی تحلیلگرها را دعوت می داشتیم جناب دکتر صاحب حامد خداوند رحمت کنن اونا با ما مصاحبه داشتن یکی ازشان پرسید که افغانستان تجزیه میشه و مناطق مرکزی افغانستان جدا میشه و هزارها اونا فرمودن که اونا اگر جدا شوند قبر خود خودشان میکنه در این مناطق مرکزی حتی علف نیست که گوسفندی از اونها بخورن اگر راه هم از تو چه بله و علیکم سلام و رحمت الله من چون سلام خدا برای بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان میرسانم و علیکم سلام خبر من از برادرهای شیعه ایست که چرا در باره خیانتهایی که محسنی که در افغانستان مزاری خلیلی محقق چرا مظاهره نکرده و نمیکنن در مقابل ایران مظاهره نمی کنند که در عراق و سوریه مسلمان ها را دسته دسته قتل می کنند و قتل عام می کنند و چرا مظاهره در مقابل ایران نمی کنند که ملاهایشان خریده ایران ملاها را خریده بین شیعه افغانستان و شیعه ایران یک فرق بسیار تمام وجود دارد برادران شیعه ما از افغانستان یا شیعه بنج امام هستند ما برای از یه قدر خصومت و دشمنی بین ما وجود نداره بعض اختلافات وجود داره اما سرکار سال ما یک جای زندگی کردیم در سال سلام اگر کدام حکومت زم کرده در افغانستان سر همه گی زم کرده سر از آرام زم کرده سر افغان هم زم کرده سر تاجیک هم زم کرده سر همه گی زم کرده اما این ملاهایی که امروز فروخته شده مذهبیون یا روحانیون از یا همه دید به ایران سروخته شده یا تبلیغات شیعه دوازده امامه را می کنه که یا مذهبشان و دینشان کفر است، شرک است، تلبیس است، ارتدار است و قبر پرستی است و یا از خود اهل بیت یا تنفر دارن از خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا تنفر دارن از صحابی تنفر دارن از عرب یا بد میبرن از کردی یا بد میبینن تمسخر میکنن افغان یا دشمنی دارن و بد میگن یهود یا بد میبینن چیز انسانی که در دنیا هست اگر سیاپوست هست سیاپوست یا میگن که یا هیچ انسان نیستن خلاصه اگر یار چیزی که بسیار خطرناک هست این شیعه افغانستان تربیه میکنه که در مقابل سونی ها یا بسیار سنگدل باشن و یک دشمنی را در دل از یا کشت می کند که این بسیار در هاینده افغانستان بسیار یک موضوع خطرناک است که یا می خواهد نمید ایران خود درخون ندارد برای اشتیاه سونی ایران می خواهد که شیعه سونی افغانستان قربانی جنگای خانمانسوز بسازد و هر چقدر که افغانستان ضعیف شود ایران در منطقه قدرتمند میشه و میتونه که بیشتر در افغانستان نفوذ کنه و آلت فعلی که جنگ خانمانسوز یا جنگ در مقابل اشغالگرها در افغانستان و وطن فروشی های در منطقه یک شرایط بسیار خوب برای ایران مساعد ساخته
یا میدونن که این عقاید پس خود در افغانستان یا خوبتر انتشار بدن و از اون خاطر شما ببینید مثلا یک یا خود در پشت قرآن کریم اگر در تلویزیون هم بیاین در پشت قرآن کریم یا خود قرآن قرآن کریم یا خود بط می کنن و ملایی را می رویم که مثلا نور میگه که ایسی بود جتل سامان خو آیت الله آیت خداوند قرآن عظیم و شان اصلا یک ملای کثیفه که کمایل عظیم مثل خمینی وارث و گبزرانش هم مثل خمینی وارث مولا آیت الله نیست یک شکل کثیف است یک شخص کثیف است آیت الله قرآن عظیم و شان است که آیت خداوند آیت الله همی دنیا و همی کهکشان ها و همی مخلوق های خدا است که خداوند دیده خلق کرده و انسان شگفت‌انگیز می سازه و این آیات خداوند است و ایست که وقتی که اونجا به اسلام میگه حجت اسلام قرآن است و خود پیغمبر بود دیگه کسی بر اسلام حجت شده نمیتونه و این اصطلاحی در سابقی افغانستان نبود تشفی افغانستان سابق آجی آقا میگفتن ملای خدا و این به کلام جرحتی پستان میایم و در تلویزیون و باز اگه یا واقعا امرای ما میخواهیم که خوبی داشته باشن خیلیم بگویم که ما از خامنه ای تنفر داریم ما از خمینی تنفر داریم ما از ایدئولوژی که یا از مذهب فرسودی که یا ترویج میتن ما تنفر داریم اون وقت بر ما یقین پیدا میشه که یا برادرهای مسلمان ما اما امروز ما یک نفر از یارا ندیدیم که بیاییم بگویم یا ما مثلا آدم کشای خود مثل گلبودین مثل ربانی مثل مسعود بلو بلا همه گیره اون رسوا میسادیم میگیم تنفر خود از ایشان از خاطر که مسلمان هستیم از خاطر که وجدان داریم از خاطر که میخواییم که در وطن ما صلح بیاید صلاح بیاید یک حکومت عادل که صلاحیت و رهبریت از اون در دست اشخاص صالح باشد اما این بدبخت ها یک روز نامدن و اگه مزاری آمد بوده بسیار تدلیل میکنن مرگ از اون در حال که یک جنایتکار بسیار بزرگ بود و هر کدامش مشکلی است که یا میخواییم که ما از پشت سر هم کنن اما باید بدانم که ما بیدار هستیم یا مردم افغانستان هم میتونن که از پشت سر الان کنن یا اگر بلان دارن که در افغانستان خونریزی را ایجاد کنن خون خودشان هم ریخته میشه بله افغانستان تباه میشه و خود ازیان تباه میشه و اکشان الله که یا مدرشان وجدار میتون که این پلان های از اینا اکشان الله که همه تو پلان روز و امریکا در افغانستان خونسا شد این پلانشان خونسا میشه بله. و یا روشتی هم میشه و این جایی را که هم میتونن اکشان الله خود ازیان ایچه هم مستن بسیار تشکر وعلیکم سلام بله سلام علیکم سلام بله بفرمایید الو و علیکم سلام بفرمایید. و علیکم سلام. بعد سلام عرض میکنم که تو خلق خدا سن انسانان دی من تو انسانان ته احترام لرو که از هغه ده که اوسمه ده که پښتون ته چهار څو دی خو په افغانستان کې مثلا په بل لقب روانه ده نو کابل کې زبانی ده دغه زراجانو د زمین شاید حال ما دا کوټه څنګه کې وې سره سوال موټر کې مسافت د څو د راتلو سره خلک چې په کابل کې وخت تیر کړی نو په تاسو باندې خپل تاسو دې سره له دا زکات دې سره وې دا پښتو دې دا به ته مې نه ته وال دا زمين یو وخت دا رسته د نه د کلی څه متل دونه په چا سره هتي نو ورته چې دا و چې څو دا دې د جواب شو نه دي دا څه به شو غوښني وي ترا راغله د ول تناسته شات نه په دې لري نه تنظیم لري تاسو چې په پټه کې وو چې هغه د چا ته وو چې هغه په وطن باندې زړه مې سوځي نو والی چې دا سم سال ته لمن وای په یو ته راځه خلک چې کوم په خانه دي ما څنګه غواړم چې خبره کوم په ولې یو په دې کې کوم تر درنې شي زمونږ د تام دې نشارون دې په خپل پیدا شي په خپل کې دې دې نو بازار باندې د ورټولې شي نو کوله ایران اور پاکستان بغیر نوالی دا پروجیکٹ جو سی دلتا رسول خبری روانی دی
دا ډیره مننه وروره، بیا ډیره اوږدیږي صاحب، دغه لږ ذره لنډ هغه وکړي. دا واقعیت غږیږي، یعنی رشد متوازن خو در حکومت هم اینا رشد کردن، طوری که اینا گفتن. یعنی صاحب قلف و کلی حکومت به دست از اینا افتاده، همین سرور دانش و که خلیلی و که محقق. این برادر ازاره است. ما یگان تا هیچ برادر نمیخوایم بگویم، برادرای ازاره میگم، مگر محقق و خلیلی و همین کسایی که ماجراجو هستن از قوم هزاره، از قوم پشتون و تاجیک و یونان استفاده میکنه و هیچ برادر ما نیستن. برادر بله، سلام علیکم سه. سلام علیکم سلام. و علیکم سلام، خوش آمدید سه. بفرمایید. سلامات خدا خدمت شما از تقدیم میکنم بعد از عرض احترام، اگر اجازه باشه بعد دو تا سه دقیقه من وقت میگیرم. هر قدم خدمت محترم در مورد انمی پروژه که در افغانستان امروز یا از سالنگ درست شود یا دیگه یا از بامیان، متاسفانه امی هر دوش برای مردم افغانستان نیست. بعد از اینکه برقی که تمام میشه، همه امروز افتونیم افغانی کیلووات از این تمام میشه. شما در مناطق فقیر بامیان یک فامیله که 400 کیلووات مصرف داشته تقریبا 3000 افغانی به نرخ امروز میشه و این دلار اقتصاد به ثبات افغانستان که هر روزا تغییر میکنه، قیمت از این به کجا میره؟ توان پرداخت از این داره؟ اون افغانستان کشور زحال اشغال و افغانستان اشغال شدن از یک طرف، و از طرف دیگه خود همین شرکت سامی که هست، در این شرکت سامی اینا به خاطر منافع افغانستان کار نمیکنن، بلکه به خاطر منافع بیگانه ها به خصوص ایران کار میکنن. ما میدانستیم با نصف اینمی قیمت که ما سر از این لعنای برق مصرف کردیم، بندای کوچک هست در نقاط مختلف افغانستان می ساختم. حتی یک بنده که در ولایت لوگر است که تقریبا کل لوگر برق می تواند تقریبا 90 کار از تکمیل بده بود تا زمان طالبا. بند خروار اگر شما بلد باشین او طرف هم و نموده کسی یک سنگ برش نمانده که لوگر برق می دادی. بنده های کوچک هم وقت کم می گیره و هم ارزان ساختمش. دوم، بامیان سه معدن زغال داره. از گام و یک دستگاه برق حرارتی با استفاده از زغال می ساختیم در بامیان، هم برای مردم کار ایجاد می شد، بامیان صاحب برق ارزان می شد. افغانستان هم باد کافی داره، یعنی در اکثر مناطق افغانستان که باده و دمیشهر کابل تنها گذرگاه و کارته پروان هم پلارتن برق داده می تانه که شما در منطقه شاید زندگی کرده باشین، شمال پلارتن ده ها پایه برق بادی در موجود. چون افغانستان اشغال است، از یک طرف اینمی شرکت ها پیسه ده که برای افغانستان نیست، افغانستان پیسه تمویل از دیده از بانک جهانی قرض میگیره. مردم افغانستان باید تلاش کنن که اینمی قرض هایی را که بانک جهانی مثل اینا دادن، این بدترین قرض برای تمام کشورهای جهان است که این سر ما اشغال تن گله یردی کام کنه. دایزه اگه حکومت میایه که قرضها را کلش باید قرض چطل اعلان کنه و غیر قابل پرداخت. شما ببینین همین اشغال را که ما میگیم همین برای همسایه ما آسیای مرکزی ده، آیا این همین بندار کل از این اشغال روسیه شوروی سابق مرزی ها نتاختن که امروز با هزار ها میگوات برد صادر میکنه؟ بله 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 افغانستان همین حکومت بله 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 بسیار تشکر. که مختصر اگه صحبت شد، اول خوب یک حکومتی است، باید حکومت ارزیابی کنن. انجینیر صاحبا بعضی ها میگن که ما اهل خبره هستیم و انجینیر هستیم و که ماستر، اما انجینیر ها برای دوزی و برای دغلی رفتن. همونطوری که شما فرمودین، وقتی دلسوزی نبود، اسلام بالای صداقت و ایمانداری و خدا ترسی استوار هست. اگر یک
کسی بگه من نمازم میخونم، اما امور ما بالا اسلام استوار است، مگر به خدا عقیده ندارم، به صداقت ندارم. او باز مسلمان نشد. اما دریچه دین اسلام ایمان به خداوند است. ایمان به خداوند معنی ازی که ترس خداوند و از حضور خداوند کارهای نیک کردن و به کلام خداوند چنگ زدن است. اگر اوتر نبود خود انجینیر چی که پوهاند کل دنیا باشین سر باز صداقت. بله سلام علیکم. خوب هستی بیادر؟ خیر و خیلی هست. یا از خاطر یا ایران و پاکستان همیشه در مسئله افغانستان یک دست هستن، چون منافعشان نمیست یا یک دست باشن که افغانستان نمیست به اصطورات بسادن. مثلا ایران امروز که خوش هست مثلا نظران با شما دوانه در جنگ سوریه رایی میکنه، از نیرویشان استفاده میکنه و کل اجاره اکثریت از یاره گفته که ما شما در ایران تابعیت ایرانی میتیم، شما در جنگ نکلشان بشین فامیلتان تابعیت میتیم، اونا پر در جنگ ایران بنا در جنگ سوریه ایرانی میگنه بنام افغان. یا کجا افغان ها قبول داره اینه میکاره مخیلیت قبول نداره اینه که میگنه اوجا بودم شد کلشان هم بیچارش اکثریتشان هم مزار میشه افغان محل سنت یا این مسائل بین ما یا نیست. باید ما همیزاران و تایی هر کس هست تشریف باید ما کل ما برادر هستیم که در یکی دیگه هست باید همیشه هست همه که وقت که دست دسته نبودیم باید همه تو باشیم. دل پاکستان ایران باید ما چیز خوش نسته داریم سر خواهد که در افغانستان یک جنگ داخلی دیگه بخیزه دیگه جنگ داخلی خود در پاک ایران که خوش است که در افغانستان جنگ باشه که آبی که از ما میره و آب یا اگر افغانستان یک حکومت مقتدر داشته باشه ایران تو مسیر افغانستان کدر نمیتونی یه همه افشار زیاد در افغانستان در بیتن. بعد اگر وقت شما را نمیگیم برادرها کوشش کنند که تو نبرن که ما اهل سنت هستیم و اینا را میدونیم تونه باید ما کده برادرهای خود بیشینیم گپ بزنیم در تفاهم برسیم و تو نیست که حال ما بگیم ما زور داریم حالا میزنیم و تو میکنیم و تو میکنیم دیگه وقت شما را بدر این ملک جنگ است هر کس که زور بوده میخوره. امی طول تاریخ افغانستان امی عبدالرحمن خان هر زورمند محلی را میگرفت از یک طریقی از بین میبرد که افغانستان از ملوک توایفی نجات حاصل کنه. در حقیقت میگه بنیاد افغانستان نوین موجوده امی سرحدات موجود افغانستان یک حکومت مرکزی را عبدالرحمن خان ظالم گذاشته. بعد از زور کسی آمد کابل گرفت با زور امی نادرخان با زور پکتیاوال آمدن و کابل گرفت و فاتحم شدن و مارشال همه چیز بیادرها قروخ کدن اون بیادرزادی خود سر تخت شاندن و سر پادشاهی و حکومت به دستی از امنا بود. در حالی که خود ظاهرشاه میگه از این چیز خبر نبود، یک آدم بسیار صلح دوست و آرام و همه تو خاموش یک شخص بود. دمی خاموشی حکومت کرده او آدم، هیچ با کسی نه ضررش رسید و نه کسی اذیت کرد و نه کسی فحش و ناسزا گفت و نه کسی را حتی کسی اعدام هم اگر میشد به اعدام محکوم می بود با ظاهرشاه میگه امورا میگفت که میره ببخش به خاطر من پادشاهی ملک استم امورا میبخشید. در امو خطی افغانستان نه مجازات بود و نه مکافات تا 40 سال آرام آرامی بود. او به این نبود که والا بسیار وطن کشور قهقرایی چی میگم تو چی شده بود و توسعه اقتصادی بود و سیاسی بود و یرفا بود که در اونجا ازارت تعجیز شد و نارام بود و در مغاره ها بود. در این نورستان که شما برین زندگی از اونا هیچ تفاوت نداره نسبت به ازاره های ما. در این سمت مشرقی ما چند جریب زمین در مشوانی جلال آباد داشتیم، شما باور کنید چشم دیده خود ما هست اونجا. اونجا اونا مغاره نداشتن مگر در این خانه های گلی می آساییدن. یک شخص 35 سالی از او را رفتن نمیتونست از عدم تغذی و مراقبت صحی و یرفا یک دانه سکرک غذای از بود او را پخته میکردن کلی فامیل در یک هفته امور تا میخوردن و تمام میشد. سر میمی شفتل و پنیرک و همی گیاه های سر جوی خوراک قطقی از اونا بود. اطفال از اونا ایزار نداشتن، یک پیران دراز در جانش میکرد که تکت صرف جویش و پول نداشت.
سبی ای ملک اگر راستی هایست هاشتا برین و کوچی های از اونا را بپرسین که نخانی داشتن نلانی یک چند تا بزرگ گوسفند و اینا این کشور توسعه نیافته می تو راکت ثابت مثل یک عکس که اویزان باشد 40 سال قبل و 40 سال بعد اینی چیز که از پیچ دیگه بنان تو برادر یا خواهر ازاره نارام نباشه که ولی ما در گذشته ها دمی فعلا وضعی فعلی افغانستان بسیار ناهنجار هست و گفته بعضی ها که یقینا نمی باعث عظیم میشه که در یک کشور اقلیت ها اکثریت ها باز میتونه که بسیار کارهای بدی کنن در حق اقلیت بس کنین اگر امی امریکا نبود و خمچه جنکیری و دیگه و دیگه بالای سرتان نبود خب اگر گفته چاریار شد و بگیر بگیر خود یکی دیگر میخورن اما وحشی ها وارسه یعنی در وقت طالبان میان نبودن که فرار کردن دیگه که حال امروز بالای قدرت هستن خو اینمی مسائل هست صاحب که آدم میترسه راست داره که در فردای افغانستان شما با چی خواهد کردید به هر حال برمیگردیم بعدم یک چند اعلان در پیش از دوستان عزیز وقف اعلانات برمیگردیم لطفا با هم اگر شما دوستان عزیز مختصر صحبت بدانین خوش میشیم لطفا با ما باشید دستبند مغناطیسی آیا می خواهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از استرس و فشارهای روزمره خلاص شوید؟ دستبند مغناطیسی مورد تایید تمام متخصصان دنیا بهترین راه برای رسیدن به آرامش می باشد. با دستبند مغناطیسی از زندگی آرام و آسوده خود لذت ببرید. با دستبند مغناطیسی همیشه یک قدم جلوتر باشید. کاهش استرس و خستگی، افزایش تمرکز و توان، کافیست یک بار امتحان کنید. با دستبند مغناطیسی تعادل، انعطاف پذیری و قدرت تمرکز را به خود هدیه کنید. استرس و خستگی خود را کاهش دهید. مورد استفاده توسط معروفترین اشخاص با ظاهری فوق‌العاده شیک و سبک. دستبند مغناطیسی را با قیمتی کاملا متفاوت فقط از بازار پیام افغان می توانید تهیه کنید. پس همین الان با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید زیرا دستبند مغناطیسی انرژی مثبت و توان جسمی شما را افزایش می دهد. ما 10 سالگی اورتل موبایل را جشن می گیریم و تحفه های هم برای شما در نظر گرفته شده است. برای هر شارژ حداقل 20 اورو الا 31 می برای تجسس اینترنت صحبت تلفنی باز هم 10 اورو هدیه می گیرید. ما با زبان خودتان صحبت می کنیم. اورتل موبایل از 10 سال به این سو. شرکت عمده و پرچون فروشی ابراهیم نظام بیل شتراسه 197 شهر آمبور. وارد کننده بهترین برنج های بسمتی و سیله تولید ان به نام های منجو، نظام، چتنی، هنا، خالد، سلا و تانزن با کیفیت اعلی، معطر، با دانه های بلند مطابق سلیقه آشپزخانه های افغانی و ایرانی در خدمت شماست. همچنان شرکت IPN بهترین مسالجات اندی را از شرکت TRS لندن مستقیماً وارد نموده و به دست شما مشتریان عزیز قرار می دهد. اضافه بران چای سبز و سیاه اعلای نظام را از این شرکت به دست دارد. سفارش ها از 70 کیلوگرم تا 50 کیلومتر و از 500 کیلوگرم تا 200 کیلومتر انتقال رایگان صورت می‌گیرد. شرکت IPN عمده و پرچون فروشی ابراهیم نظام بیل شتراسه 197 شهر آمبور در خدمت شماست. موبل پلازا مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، میزها و چوکی‌های مدرن طعام‌خوری را با قیمت‌های ارزان تقدیم می‌دهند.
همچنان بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشیدهای ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهد و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن مبل فروشی پلازا با قیمت های کاملا اقتصادی تهیه داریم. آدرس: مبل پلازا، همبرگر اشتراسه، شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. با نوشیدن یک پیاله چای الکریم، بهترین چای با عطر افسون کننده و طعم آرام بخش، روزتان را آغاز نمایید. چای الکریم در بهترین منطقه‌ای که 2000 متر از سطح بحر بلند است کشت می شود. برنج الکریم، برنج عمران، برنج القصر الکریم، برترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر خوشایند از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دوست داشتنی خانواده های افغان و ایرانی. این برنج ها را به طور عمده و پرچون از شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ و خوراک فروشی های افغانی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی به دست بیاورید. برای معلومات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 0049 40 38 63 43 60 وارد تماس گردید. گران دوستان، سلامونه و احترامونه خراغلاس دسپینو خبرو پروگرام ته. البته اوزای افغانستان به بررسی گرفته میشه. روزی یک گل میشو گفه و در عرصه سیاست افغانستان و اثرات منفی داره بالا اجتماع افغانستان. متاسفانه و ما هم اجباراً آنچه لازم است باید بر شما عرض بداریم. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. رحمانی صاحب در گوش شما باشه، معذرت میخوام. دیگه حالت افغانستان تشریح میداره و مسئله زور و قهر و انزجار افراد و اشخاص در افغانستان. ما اگر یک مرد استیم و یک خانوم استیم و یک طفل استیم، اما به زور یک چیزی را میخواییم، به قهر. مفاهمه در درون افغانستان وجود نداره، خواسته های شخصی، قهر، انزجار، جای یک تفاهم و دوستی و یک لاین اف کمیونیکیشن که اینا میگن او را گرفته. یک خانوم دیروز تلفن زده بودن اینجا، ما یک مشکل تکنیکی داشتیم با یکی از برنامه های دینی از ونکوور کانادا. شما باور کنین که خانوم از این دقیقی که من برشان سلام عرض کردم تا که گوشی را مجبور ماندم، یعنی یک وقفی یک ثانیه به گفتاری از این خانوم من ندیدم. یعنی سوالم خودش مطرح میکرد، جوابم خود این خانوم میگفت، فریادم میزد، انزجارم میکرد، با بعد انتقاد و ملامت هم میگرفت. یعنی خانوم اگر من قطع نمیکردم شاید برای یک ساعت مسلسلی خانوم حرف میزد، فریاد میزد، چیغ میزد. یخن پارک دیدم که حتی مجالی ایره برای من نداد که برای خانم بگم که خواری عزیز که ما مشکلات اینجا داریم، یا مشکل از ماست یا از اون کسی که برنامه را میفرسته با تلویزیون، یک مشکل موجود است. ایره هیچ برای تفنن و خوشگذرانی و اینا ما این کار را نمی کنم که برای اذیت شما من ننشستیم. حتما مشکل تکنیکی داریم، مشکل تکنیکی در تلفن ها داریم یا تا تلفن های جدید وصل میشه
با امی گزاره میکنیم. اینمی مجال برای من خانم نداد. وقتی دیدم که اینمی خانم اگر با ما کسی که یک قدر با محبت با اینا رفتار میکنم و یک شبکه تلویزیون است بعد از 10 سال برنامه هایی که از ما آقا برشان پخش شده و بلا انقطاع و بدون دور از کدام مشکل یک روزی یک باری برای نیم ساعتی مشکل بار آمده، اینقدر انزجار، اینقدر افکار منفی از یک خانومی که پروگرام دینی را میشنوان. یعنی قرار است یک پروگرام دینی که در چند سالی شنیده بایدی روشن میشد، متحمل میشد، دین اسلام بالای اخلاق از این زن تأثیر میکرد، هیچ قطعا دینه. ایران و زب دیگه هم بدبخت ساخته بود، قهر ساخته بود، جگرخون ساخته بود. ما دیدم که من نیستم و هر کسی دیگه هم اگه پیش روش بیایه و یک مشکلی بسیار خوردی با او داشته باشه همینقدر انزجار نشان میده. در درون افغانستان، در سیاست افغانستان هم دوستان عزیز، من همی خلیلی را دیدم و این خانم را با هم مقایسه کردم، گفتم مردوی از اینا یا محقق یا کسی دیگه یک اجتماع آزرده هستیم، چی در سیاسی و چی در امور انفرادی ارتباطات بشری، اجتماع آزرده است، بدبخت شده، بسیار جگرخون است، غم کسی کسی نداره. رمی درون کابل قدر بدبختی ها عاید حال مردم شده است، گرسنگی میمیره مردم، کار نداره. 60% اجتماع افغان بیکار است، بیکاری بیداد میکنه، فساد بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه. و امروز جایی که برای ضد یک حکومت فاسد اینا بخیزن به خاطر دفاع از حق یا گزاری که برق چرا از بغل خانهش رد نشده، این غوغا رو برپا بساز، این گپ یک جای دیگه است. یکی ایران است، پاکستان است، این ما به تفاوت است. این شاهای زی درست است که کشورهای اجنبی در امور افغانستان دست دارم، مگر به این فجاحت، به این بدبختی که این کریم خلیلی بدبخت به امرای ریش خود یادم یا او محققی که چهره از این دروغ است، حتی از لحاظ فامیلی و ارتباط و ازدواجات یادم به حد میگه کثیف است که هیچ حد ندار. یکی از پرسید که چند ازدواج کردیم، یک قانونی ها رو میگی یا غیر قانونی؟ یا فرزن و دیگه چورتا بدماش سرور دانش که او معاون ریاست جمهوری با هم اهداف مشترک داره، اشرف غنی، او را مصلحتی آورده که قوم هزاره را دلشان به دست بیاره. یعنی دل قوم هزاره بود که به دست آورد. اشرف غنی را چیزی که خواستن گفتنم تو، بعضی ها میگن واقعیت هم هست، همی آدم باید هم توهین کنن، هم از یخنش بگیرن، هم تبنگ واری او سپرتن. این بدبخته به اساس مصلحت، به اساس دروغ، تقلب یک حکومت بالای مردم تحمیل میشه به اشاره اجنبی ها، چون سبقی مردمی ندارن باید همه طور باشه. بله، سلام علیکم. الو، تو خیصه با ابل لاین تا تلفون رو کسه. بله، سلام علیکم. سلام، بفرماین. هم تلویزیون تانو خاموش کنین. الو، بله، سلام علیکم آقا. و علیکم سلام رحمانی صاحب، خیلی بفرماین شما. اتفاق برابری برادری تمام مظلوم داخل خاک افغانستان نزد مظلومان جهان معلوم بود، اما متاسفانه دینجبتان برای دومه زمانداری خیش در کف و تلاش هستند و می باشند با بین مردم اصیل افغان نفاق بیندازند. وطنداران گرامی، اشخاص شناخته شده خواهیم به وطن مانند کریم خلیلی، محقق، رسیم دوستم، سرور دانش، سجدا، عطا محمد، رحمت کرزی، اشرف غنی، عبدالله عبدالله و غیره و غیره که در سایه این وطن فروشان رقم بدارند به اساس دولت ایران و دولت پاکستان در نظر دارند که وطن عزیز افغانستان را تجرب دارند و زندان از پیل افغان نگذارید که دشمن افغانستان زوی پلید خیلی بگذارد.
شما وقت میتوانید که اشخاص شناخته شده را که شما را شان از سرنگوشان یک دینسان تجاوزه میکنند مانند قضا ساز و غیره به کلیت ببرید و در یک عالم آرام و سنگی خاطر جمع زندگی میدارید فکر اقیقش را در کار بیندازید با اطلاف. بله درست فرمودین. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوبه سلام. بفرمایید سر. بفرمایید. بله. بله میشه. بله میشنم. بله سلام علیکم. گفتم خوب هستین. تشکر از برنامه خوبتون. بسیار از شما تشکر از تلفنتان لطف میکنه. زنده باشین. خطاب صاحبی قوم از عرب افغانستان بدماشی رو گرفته. یه قوم خیلی قوم نجس هست. نه او رو نجس کنید. نجس هیچ وقت نگوید. همین کلمات انتقادتان کنین، توصیتان کنین برای منافع ملی افغانستان، مگر اینکه قوم از عرب کلش نجس خوی. قوم نجس شده نمیتانه. یک آدم میتانه نجس شوه، او رو به نظر ما شاید به نظر از وان نجس هم نباشه. بله دیگه تو که اکثرا یک قوم بگویم که نجس است، کاتگورای ساختن درست نیست. بسیار از آرای خوب هم هستن، هم نظر از اونا نیستن. بسیار پنشیری خوب هست، هم نظر شورای نظار نیستن. من این امازه ایستم، هم نظر اشرف غنی نیستم. دیگه مانای زیر نمیتن که من امازه ها چون بالای یک نفر ما انتقاد موجود است، کل احمازه بد مردم هستن. این کاتگورای ساختن کاری درست نیست. بله سلام علیکم سلام. و علیکم سلام. شما خوب بخیر هستید؟ شما خوب هستید؟ بفرمایید. شکر متشکرم. یک نظر میتونم به صحبت‌های برادران در مورد شرایط پیری افغانستان. بله. من دیدم و مطالعه می‌کنم و یک گونه چیزی که از مردم ما توقعات و ملت مسلمان آوردن درست هست، مگر ایمان تا هنوز نآوردن. شما فکر کنید در جامعه که جنسیت دهنده و جنسیت باشه، رشوت دهنده و رشوت گیرنده باشد، فساد باشد، فحشا باشد، فتنه باشد، موضوعات زبانی را تجدیداً به موضوعات مذهبی اختصاصی باشد و این ضرور باشد، اختناق باشد، اختطاف باشد، تجاوز همجنسگرایی باشد، تجاوز جنسی باشد، در اینجا چطور لطف خداوند و رحمت خداوند نازل شود؟ اصلا این چیزهای پدیدهات و منفی که خداوند در قرآن عظیمشان وعده داده، وعید داده، بشارت داده، از حدود و از حدود و مرزهای اینا تجاوز کردند، از رو حدود خارج شدند. خداوند مهلت دهنده است، مهلت میده. خداوند گفته من مهلت میده مگر اینا به گناه خود پای ببرند و برای عفو بیفتند. بله این چیزی که شما میفرمایین چیزای دینی، موعظه دینی را میفرمایین، حالا اگر خودت من استاد کنم در برابر سیاف صاحب که خطبه دینی بده، او صاحب در دو دقیقه خودت کشتمات میکنه، صاحب حدیث یاد داره، آیت یاد داره، حضرت صاحب پهلوان کل از یا معلم مدرس امینا هست، هر کدام از اینا صاحب کتابا نشته کده، صاحب خطبه میته، صحبت میکنه، آیت میکشه، عربیش میگه، صاحب همونطور است. همین مردم که چی میگم، شیطان معلم میگه چی بود. یک دقیقه در گوشتان باشه، یک نفر از افغانستان تلفن میزنه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو الو. و علیکم سلام. میشم تلویزیونتان رو خاموش کنین؟ والا شکر. از کجای افغانستان صحبت میکنی؟ من از کابل تماس میگیرم. آقای خطاب بسیار خوب است. چی گپ هاست در کابل سه؟ ما والا این برنامه شما رو بسیار فهم میکنیم، بسیار دلچسپ دیدنی است، خوش است اینکه در افغان در اون ملک است. اما تلویزیون خاموش کنین سه. الو بله خیلی بس صاحب تشکر، خداوند میفهمه کارش. بلا بیادر ما خوب یک توصیه بر مسئول ما یک پیام دارم که لطفا
از صحبت های احساساتی، از صحبت های عاطفی، از صحبت هایی که در اون احساسات وجود داشته باشه، از خاطر رحمی بیشتر در بین جدایی اقوام و ملت های افغانستان ایجاد بکنه و اتحاد و اتفاق بر هم زیادتر بدنه، لطفاً خودداری بکنیم. لطفاً خودداری بکنیم و کوشش بکنیم که این دخل و الهام ببخشن به ترتیب بایدی اتحام پیدا بکنه و فتنه عزیز بلاتر نشه. ما همه با هم برادر هستیم، ما با همه اخوار برادر هستیم، ما همه افغان هستیم. شما هیچ مطلب نیستی که از کجا هست، همین که در افغانستان در دامن وطن تربیت شدیم و بزرگ شدیم، وطن ماست، مادر ناموس ماست، ما با اون احترام داریم. بله صاحب، همین خطبه های دینی صاحب خکوی و بدمکوی صاحب اوضاع را تحلیل کنین صاحب. اول شما شروع کردین که تا مردم دیره میفهمه بسیاری مردم خوب برادر گفتم میتونه که امروز یک اجتماع دینی است، همین محقق و خلیلی ملیلی اینا صاحب همو آیت الله و مایت الله از همی هستن، تو مردم های عدی نیستن، کتاب های شیعه را اونا خواندن صاحب و تربیه شدن در همو کانون قوم و مم و اینا صاحب. از این طرف صاحب حضرت صاحب است، از این طرف سیاف صاحب است، از این طرف حکمتیار صاحب است، از این طرف مرحوم برهان الدین ربانی که تا اخیر جنگ میکرد و دعوا داشت صاحب خدا قائم گرفته بودی، کلی از یار کدام صاحب است؟ فرادی عادی سر پلوان نیست که ما وار درس بتیم و هوشدار بتیم، یا آدمای ملکی سر سرک و عادی ترا باشن صاحب، هر کلرجیستن مولای دینی سن مولای دین. بله سلام علیکم. و صاحب محترم شما خوب هستین صاحب؟ خیر و خیر دارین صاحب، شما خوب؟ خیرت اولادای قم خانم میر. شما صاحب میخواین در تلویزیون گپ بزنین صاحب؟ در میخواین در تلویزیون صحبت کنین صاحب؟ باز پسان تلفن کنین صاحب بعدا. اینطور به خاطر خب چون حاکمیت قانون موجود نیست، هر کس هر چیز دلش شد میکنه و بدتر از این که او کسایی که قانون تطبیق کنه اونا قانون زیر پا میساز. اما تو بارها گفتیم که تخلف از ارک شروع میشه، تخلف از بالا شروع میشه. همین آقای بشار دوست یک مصاحبه چند دقیقه‌ای بوده بشار، برای من جالب بود امروز صبح میدیدم اونا گفتن که رشوه و رشوه ستانی و بالای از حکومت، میگه کدام حکومت؟ گفته همین حکومت. میگه اول خود حکومت موجود نیست، باز اگه موجود باشه خود از جا میدوزن دیگه، چطور شما همین حکومت هم میگن که فساد را رفع کنه؟ بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام، صحبت میکنین و صحبت کنین. شما خوب هستین؟ بفرم. تشکر، سلامت باشین. بفرمایید. بسیار دیرشتان آقا سیتو نفهمیدم گپایتا چی گفتی؟ معذرت میخوایم، ما گفتیم که یک نفر بیا گپ بزن، نگفتیم که لغت بزنین سر یا شاخ بزنین، گفتیم بیاین صحبت کنین اینجا. خب بلا تشبیه خودت خب ولاغ نیستی که لغت بزنین. میگه از اون پشت سر خرم میگه که رد شوی لغت میزنه و اگه از پیش رویش رد شوی دندان میکنه دیگه. ما خدا ما شما را نه در پیش روی خودت برابر کنم نه در رقیب خودت. ما میخوایم که صحبت کنین بالای اوضاع جاری افغانستان، بالای کشیدگی ها، در بدری ها، از فساد گرفته تا همین قدرت نمایی ها. کابل مسدود بود برای همین دیروز، هیچ کس بالای کار رفته نتانست، دکاندار دکان باز نکرد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله تلویزیون مسکینی ها رو در سادلایت نیزه که سکوت کرد، برای پیسای بلخشان رو دیدی کرد که مسکینی ها رو سکوت کرد که سادلایت. تشکر. ولا ما خبر ولا اگه داشته باشم که چی شد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. خطاب صاحب غیر جرمنی نه خبری کنم. آه میربانی وک. ما یا نظر می ده نظر می نده
نو یو معلومات مو چې تاسو د تلویزیون طریقې کې د حزب اسلامي ښه د حزب اسلامي تنظیم محترم حکمتیار صاحب کده داخل شي افغانستان ته آیا کوم تاثیرات مثبت یا منفی به په دغو خاینانو باندې واچوي که واب نه چوي؟ اول خو نه پیږو چې هدف د حزب اسلامي چی ده. هدف که دایی چه جنگ تا خاتمه ورکی، خو جنگ تا خواهد سوک چه جنگ که اوغی باید خاتمه ورکی، یا جنگ ویسی میدان وگتی جنگ خاتمه پیدا کی، یو طرف دی معاملی باید ویسی. بزن حکومت افغانستان یا ناتو راسی دا چیز طالبان دی غند مرکی لمنز ویسی، یو طالب نور پاتی نیسی، و تختی لکه اول چه دا ناتو راغل طالبان بیخی ما حسو اللہ را. آغا رقم چیسی بیا جنگ شاید ختم شي، البته دا فیزیکی جنگ، دا د فساد جنگ، د بیعدالتی جنگ، دغه خلکو دا جنگ خو دوام لري. جنگ خو څو رقم جنګونه روان دي په افغانستان کې، حکمتیار صاحب باید پوه شي. هغه هم دغه یو څو نفره د حزب اسلامي همالته دننه په کابل کې په همدې حکومت کې دي، خو هغوی کوم تغییر رانه وست، صرف حکمتیار صاحب کراسي یو راهبریت لاندې دا غونډ را ټول کی کوم یو شی وکړي، وخت و زمان باید وغږیږي سره چې وګورو چې هغه راځي څه شي کوي. خو جنګ ته هغه وایي کریم صاحب ویلي چې امین کریم که جنګ دغه بر دایم ختم شو او دا لښکر د طالبانو دا دومره مصائب چې دوی راوړي، هغه که غونډ د حکمتیار په راتګ هغوی غونډ کینی چې والا موږ مشکل دا و چې حکمتیار صاحب په دا دستګاه کې نه و، د هغه لپاره موږ هم جنګ نه کوو، بیا نو درست. او که دا جنګ دوام ولري او دوی په حکومت کې داخل شي او هم هغوی سره یو ځای سر کوري علاوه شي په همدغو، بیا نو هغه نو نه خلاصي. بله، سلام علیکم صاحب. شما خوب هستین صاحب؟ شکر نام محیط جرمنی هم بتان صحبت کردم. بفرم. ما یک کاتی خودم در سیاست و خلال نمیخوام، مدام چیزی که بسیار زیاد میخواستم با شما سوال کنم، همین آمدن گلوودین حکمتیار که یک جنایتکار یک کثیف است، حتی 20,000 دار دستیف است که میخواه در افغانستان اشوانی گفتن بیایم و نفراشان در هر کنج کشور ما بتان زندگی کنه، من میخواستم نظر شما در این باره بگیرم. امیال ما امیر نظر دادم، او خو حق داره که اگه بخواه بیایه و حق داره که نبیایه. مثل که من اینجا نشستیم دلم شد برم افغانستان، یک آزاد آدم است، با امی حکومت هم کار باشم، دلم اگه خواست نرم هیچ نمیرم، تقبیه کنمشم. و آدم هم اگه بیاید در افغانستان امی در پیشاور افتادم در گرمی ها و سیاف در کابل ساعتش دیر است و جمعیت اسلامی و افت رهبریت ایران و چی، و هم حق داره که بیاینم. او خو حق شرعیش است که اگر بخوای بیای بخوای جنگ کنه. ای که میای باز کدام منفعت بار میای برای مردم افغانستان، او را باز باید ببینین که چی میشه. ما همیال تشریح کردم با چون به لسان پشتو بود شاید نفهمید. بله، سلام علیکم. سلام. و علیکم سلام. تشکر میرویس میربانی که دست زرزر وقت نیر کم دست. خپل سلامونه هم ټولو تاسو ته اوریدم چې تاسو باندې کوم تاسو ته خپل نظر می داس باید وایم چې د مو هزاره ورونه د دغه ملت په آبادی کې خو کړای خدای دې اجر ورک خو فکر نه کوم چې د افغانستان په آبادی کې کوم برخه خو شي د بربادی د پړې دای تر امر کار کړای دا بربادوي درګر پالې چې په دوه ولایت باندې ځانونه او هغه کوم مسئول یا او بولی لکه بامیان و جاغوری و یا دای کندی غونده که دای پا دیگه ولایتی که شو داد افغانستان خلق او سب خانه وقت نده چه مثلا شل کالا یا دیش کالا تمخو او ستون خمینیم که پر رسمیت پیجنی یا خوندی پر رسمیت پیجنی یا فیزیم که پیجنی که طول ورطایی وی خاطش ول ولا که افغانستان سوریات جوریه وی را تا خود داگه دای تزده اللہ ادایت نیکو کهوی مقتدیم اللہ ادایت نیکو کهوی ایلم دا چه داگه شان دیو پریدی آره شای چه دی وطن پا گاته دا دی افغانستان دی طول اقوام پا گاته دا اغیر تا داگه که دی دوال مدی پیوه دواله پی پی وان موزه که نه نستیل دی وای نه چی دی دغیلاره نه نه اگه بس دی پیدافت لوت لزون که بطار بزل ایوی که اگه نتاق بکتا
غوښتنه تي کوي خو تاسو خو د اشرف غني څلور وړ پیشنهاد مذاکرې درته وکړو چې راشه کینې را سره بس را سره وکړي بس هم ناظرې کې دی وای باید اول هغه شورای وزیران کې چې فیصله شوي نه فیصله باید لغوه شي. وو ما خو وروره د زور مسله ده. اول خو زور از بیرون آمده اینا را به زور آوردن، یک حکومت غیر مردمی است، از اون بنی حکومت به زور آمده خلاف توقع مردم افغانستان. و مردم افغانستان قدر بدبخت بودن، این جنگ های داخلی و خارجی را دیده بودن در طول 20-25 سال که دیگه مجالی این نبود که دیگه بخیزن و از حق خود دفاع کنه و دیگه یه توی کتله که اونا را رهبری کنه و از حق از اونا دفاع شده و ترام نبود. و همین سران احزاب ساختگی پاکستان و ایران اینما آمدن در قدرت، اینما میخواستن هر یکی کوشش میکرد پای یکی دیگر رو بزنه روی کار بره. مسئله قهر است، مسئله جبر است. همونطور که اینا رو جبران تحمیل کردن آوردن، اینا هم جبران به زور از امونا، برای از اینکه زور از بالا، از واشنگتن، از 49 کشور جهان سرچشمه میگیره، اینا همونطور است. اگر میگه ابر بیاید باز آفتاب به کس نمیبینه. اینا خوصه ولی فعلا آسمانک صاف است، آفتاب امریکا تابیده بالای از اینا، 46 کشور دیگه هم پول و منال و قدرت و اینا، اگر نیا خوکلی از یا گریخته بودن، از دست همی طالب و پاکستان و اینا فرار کرده بودن. اینا ورده همونجا گذاشته سیل میکنه و سه دول و نغاری جنکیریست که اینا را سه پیوست سه قمچین میکنه. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین سر؟ آوالا آقای خطاب تو باید الکرد از برادرهای ایراکی زنگ بزنن و شما بگوین مسئله که همی تقریبا همی چهار روز گفتن یکی از دوستای ما که ایلا از ایراد گفتن که 300 موتر سرویس یک از ایران به ظرف 300 موتر بدن از مرز ایران به داخل افغانستان آمدن. شما که مردم به طور فکر نمی کنند که یک طرف ایران هستن اینا را دادن و در افغانستان اینا مظاهره می کنند. اینا کل مسئله سیاسی و مسئله مذهبی را اینا هم دامن می زنن این برای کل که معلومه. یکی از برادری که گفت من اگر تاریخ دارد از ایران دنگ بزنن که اقوام دال همون فامیلاش هم که دمون دیم جهتن که بگویم که در ظرف 3 روز میگن 400 سرویس پر از ایران اینا امی ادارا را روان کردن. اینا شما ببینید که اینا قسم داد میزنن از ایران پشتیبانی میکنن، اینا اصلا افغان نیستن. اینا آمدن و میشه 4 روز این مناقشه رو در خاک افغانستان به کابل پردن و باز پس برن. بله بله سلام علیکم. آهسته آهسته حقایق روشن میشه، بسیاری شواهد موجود است. این که چقدر برای از اینا مفید است اینا باید بدانن. امریکا هم سبا میره و ناتو هم اعلام میته، ترک میته، همینطور که روسا برآمدن، انگلیس برآمد، دیگه دیگه اینا خوب قوم مهم افغانستان است، منطقه مهم بامیان است. اینا باید دل مردم به دست بیارن، نه اینکه با جبر، با اکراه، با قهر هر چیز دلشان میخواه امو را عمل کنه. و هر حال دوستان عزیز، پروگرام امروز البته 2 ساعت ما پورا شد و داستان کشالدار یک داستان هست و ببینیم که آقای اشرف غنی هم خود شفتر کرد، گفتی بعضی ها بگیل صاحب امو قهر و غضب از اینا، چون اون بیچاره دندان نداره، قدرت نداره، یک لطی کناوری به دست اینو آن بسیار تعجب است. معاون اولی از دو سر رفته در جوزجان، معاون دومی هم مظاهره میکنه در کابل، خود از ایام در انگلستان بالای علیه فساد و اینا مبارزه میکنه. برادر گل ما، خودم درون خود ارگ فساد فاسدین موجود است، خوب صفاست رو میبین. او را چون به سودی از اینا سور اغماز میدار، یک فاسد سفیر میشه، فاسد وزیر میشه، فاسد معاون اول است، قاتل معاون دوم است. دیگه از تو یک ای بارها عرض شده، چون
وقتی مکررن شما میگوین اما حیثیت خود از دست میده. در لندن میره برای کامیران، نمی کامیرانی بدبخت هم باید بگوی که بابا بدبخت خود میاره پس کو یک نفرهای درست بیار. فرمولی ساده همی از سرینترین طریقه جمع را ضرب گوید یا منفی را تقسیم گوید. اصطلاحات ما شنیده بودیم. اسب از پس شر قیزه کده که بدوانند. شما چطور میتونین با فاسدین فساد رفع کنین؟ این خو مضاعف میشه، ازدیاد پیدا میکنه. قدرت تا برای یک فاسد داده او را میگه که فساد نکن. او تبره است، از ما آغاز تبره است. یک فاسد از ما اول چونم کرسی و رتبه و چوکی از او را میگه که تو تبره است، یه چیز که دوزی میکنی ببر بیادر تو را کس چیز گفته نمیتونم، زور داری هم زر داری یه چیز داری بزن و بکن. یک آدم غریبی بیچاری که در کاولنگ است و در یک منطقه دوردست بدخشان و خود حالت زار است و به این چیزا دسترسی نداره، پول به دست زمین میفته و همیان چورو چپا اول انداخته. برحال تاسی هر یا پختای سپارم پا مخم خده خدای پامان. آیا کمردرد زندگی شما را فلج ساخته؟ درمان اینجاست. کمربند مغناطیسی تهیه شده از بهترین مواد و کیفیتی بی‌نظیر. تأثیر مگنت بر سلامتی انسان و التیام درد مطلب تازه‌ای نیست. امروز دانشمندان می‌دانند که بسیاری از دردها فقط با مگنت یا میدان مغناطیسی التیام می‌یابد. کمربند مغناطیسی با کیفیتی بی‌نظیر کمردرد را از وجود شما دور می‌کند. همین الان با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید. کمربند مغناطیسی باعث التیام دردهای کمر، تسریع و تسهیل گردش خون در ناحیه پشت، اکسیژن رسانی به عضلات و استخوان‌های پشت و کمر می‌باشد.